سلام های گرم به شما بینندگان عزیز کانال جدید، با شما هستیم و امیدوارم که بتونیم همراه هم برنامه پخش مستقیم امروز کانال جدید را تا انتها با هم پیش ببریم. برنامه‌ای که امروز در نظر داریم در موردش صحبت کنیم باز هم یکی از موضوعاتیه که پیشتر هم در موردش برنامه داشتیم، اما این بار مثل هر موضوع دیگری از زوایای دیگری بهش نگاه میکنیم. مذهب، جهل و خرافه، فساد و فقر و جنایت. این کلمات برای شما آشناست و با به خاطر آوردن هر کدوم این کلمات تصاویر مختلفی از هر کدوم که برای شما محسوس است، با مشکلات متعدد، با خاطرات تلخ و غیر و اینها تصاویر رو از جلوی چشم میگذرونید. ولی قبل از اینکه خود این موضوع رو در موردش صحبت کنیم، اجازه بدید که به مردم ایلام و دهلوران به خاطر زلزله‌ای که اومده اظهار همدردی بکنیم. خبرها اینطور میرسه که زلزله شدیدی بوده، بالای 6 ریشتر، که خرابی هایی را به بار آورده، روستاهایی را با خاک یکسان کرده. امیدوارم که تلفات جدی نداشته باشه. اما کانال جدید و همکاران ما در بخش های مختلف در مورد این حادثه با مردم اون خطه ابراز همدردی می کنند و امیدواریم که با کمترین تلفات و مشکلات و اینها مواجه شده باشید. باید فشار آورد، باید خبررسانی کرد که مقامات حکومتی سریعتر بتونن خودشون رو به محل برسونن و کمک هایی رو که لازمه در اختیار مردم بگذارن. هرچند سابقه بسیار بدی داره این دستگاه حکومتی در ایران، معمولا مشکلاتی که برای مردم رخ میده محل درآمد و لفت و لیس تازه‌ای برای دزدان حکومتی و شبکه و باندهای مختلفی است که در هول و هوش این حکومت به جون مردم افتادند. به هر حال باید خبررسانی کرد و مردم رو مطلع نگه داشت از طریق اس‌ام‌اس و از طریق تماس با خبرگزاری‌های خارج از ایران، از طریق ارسال پیامک و غیره مردم را مطلع کرد و برای همدردی و همکاری و ارسال کمک به مردم اون خطه اقدامات لازم را انجام داد. علاوه بر این موضوع، موضوع زلزله، مسائل دیگه ای هست که بد نیست بهش اشاره کنیم و بعد برگردیم به مسئله اصلی که همونطور که روی مانیتور میبینید مذهب و تأثیرات اون بر جامعه، حداقل در این جنبایی که روی صفحه تلویزیون هست، فساد، فقر، جهل و خرافه و همینطور جنایت، اون چیزهایی که شما با پوست و گوشت خودتون لمس کردید، خاطرهای تلخی ازش دارید و ازش مطلع هستید. این جنبه ها رو باز کنیم و بگیم که چه باید کرد در رابطه با مذهبی که در قدرت هست، مذهبی که در مشغول جنایت هست، مذهبی که در شؤونات مختلف اجتماعی دخالت میکنه، مذهبی که در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنه. همه عوارض اون را بگیم باش میشه چجور و به چه اشکالی مقابله کرد. یکی از همکاران ما نسان نودینیان اخباری رو برای ما فرستاده که از این مجموعه اخباری که ارسال کرده دو خبر رو اینجا بازگو میکنیم. این اخباری که ایشون فرستاده اخبار کارگری هست، از اعتصابات و اعتراضات و بیحقوقی ها و حقوق های محوقه و غیره که مربوط به جامعه کارگری هست که بخش اعظم جمعیت اون کشور را تشکیل میده، تا اخبار دیگه مربوط به جامعه کارگری. دو خبر هست که اینجا بازگو میکنم که هر کدومشون توجه منو جلب کرد. امیدوارم که شما هم حساسیت داشته باشید نسبت به این موضوع و در مورد این
مسائل که تر میشه، اگر نقطه نظراتی دارید با ما در میون بذارید. خبری هست که میگه عدم نظارت دولت بر پیمانکاران طی یک سال گذشته فقط 1000 مورد قطع نخا در میون کارگران ساختمانی به بار آورده. توجه کنید، فقط در مورد کارگران ساختمانی صحبت میشه که تحت کنترل و سرمایه گذاری بخش خصوصی و پیمانکاران هستن. 1000 نفر صدمات نخایی دیدن، 1000 نفر. بعضی از جنگ ها تلفاتش اینقدر نیست. حالا این گوشه ای از صدمات ناشی از کاری که کارگران در اون کشور تحت فشار گذاشته و با جونشون بازی میکنه. و خبر دیگه این که در همین حاشیه 90% این کارگران بیمه های اجتماعی نداشتن، یعنی بعد از اینکه قطع نخا شدن یا صدمات نخایی بر اینها وارد شده که تبعاتش رو میدونیم، یعنی دیگه کل نانآور خانواده رو احتمالاً از کار انداخته و فقر رو به تمام اعضای خانواده گسترش داده و سلامتی این فرد رو هم مستقیماً مورد حمله قرار داده، اینها این 90% بیمه اجتماعی ندارن، تأمین اجتماعی ندارن و سرگذشتشون رو نمیدونیم هر کدوم به چه شکلی هست. قطعاً تراژدی‌های بسیار سنگینی در این خانواده‌ها جریان داره. این یک خبر بود. خبر دیگه این که در تهران پارس، در منطقه تهران پارس مأمورین گشت سد معبر جلو یک کارگر دستفروش رو میگیرن، یک مرد 41 ساله که همراه پسر 14 سالش برای فروش رفته بوده بیرون اقدام میکرده، مأمورین شهرداری 4 نفر بودن جلو اینها سد میکنن، از ماشین پیادش میکنن و این مرد رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، پیکانش رو میخوان مصادره کنن که ایشون میگه این کار شما نیست، باید پلیس اقدام بکنه. وقتی که تلاش میکنه خودش با 110 تماس بگیره و پلیس رو خبر کنه، مأمورین سد معبر ایشون رو کتک میزنن و حتی اونطور که پسرش دیده گفته یکی از مأمورین با پنجه بوکس به سرش میزنه، به سر این کارگر میزنه و زخمیش میکنه. یک هفته در بیمارستان بوده و بعد از اینکه معالجات میسر واقع نشد، تأثیر نکرد، ایشون جان باخت. این هم یکی دیگه قربانیان بوده که برای لقمه نونی ناچاره که به هر دری بزنه و خانوادش رو تأمین کنه. مأمورین شهرداری وقتی که این رو ضرب و شتم میکنه از محل فرار میکنه. الان این آقا نیستش، فوت کرده. ما همینجا به خانواده ایشون تسلیت میگیم و امیدواریم که بتونن کسایی وکلایی به اینها همکاری کنن و پرونده ایشون رو دنبال کنن و در مورد پیگرد قانونی این خانواده رو تنها نگذارن. اینها گوشه‌هایی از ظلمی هست که در اون کشور در جریان داره و دو تا از اخبار کارگری بود که اینجا برای شما بازگو کردم. خبر دیگه‌ای که این روزها بحثش هست، به مجلس هم کشیده شده، مسئله بورسیه‌های تحصیلیه که دولت احمدی نژاد به فراوان در اختیار وزرا و خانواده ها و اطرافیانشون قرار میده. گند این موضوع در اومده، کارهای غیرقانونی که از قانونگذاران و حافظان قانون در اون کشور، قانونی که خودش به شدت نابرابره ولی به هر حال خودشون قانون رو وضع میکنن، خودشون هم قانون خودشون رعایت نمیکنن، در حاشیه اون قانونشون دزدی های نجومی رو که همه سراغ داریم، از جمله این یکی که مسئله بورسیه هاست و گندش در اومده و در مجلس هم فعلا موضوع جدال جناهای مختلف دست همدیگه را رو میکنن. گفته شده که در یک موردم خود روحانی تقاضا کرده خودش در مجلس باشه و
در این موضوع که احتمالاً یکی از دامان یکی از وزرای خودش را هم گرفته شرکت داشته باشه. و در همین رابطه باز هم اخباری هست از فساد و دزدی و کشمکشی که در این رابطه بین جناح‌های حکومتی است. از میان کیس ها و پرونده های خیلی برجسته یکی مسئله مهاب فرید هست که میدونید چند سال پیش اعدام شدن ایشون. وکیلش الان اطلاعاتی رو منتشر کرده که معلوم میشه که بالاترین مقامات حکومتی در اختلاس های بزرگ دست داشتن. همسر مهاب فرید هم میگه که یک روز قبل از اینکه اعدام بشه ایشون رو ملاقات کردن و هیچ خبری از اینکه قرار اعدام بشن به اینها ندادن و در واقع اینها رو غافلگیر کردن و قبل از اینکه بتونه اطلاعاتی رو مهاب فرید منتشر بکنه سر به نیستش کردن. تا اونجایی که خبرها میگه اینطور بوده که مهاب فرید نامه هایی برای خامنه ای می نویسه و در اون نامه دست به افشاگری هایی می زنه و در اون نامه ها میگه که کدوم مقامات حکومتی در چه سطوح بسیار بالایی در اختلاس های بزرگ دست دارن و این نامه ها رو اجازه نمیدن منتشر بشه و وقتی که داستان به اینجا کشیده میشه و مهاب فرید دیگه میبینه دارن اون رو اعدام میکنن، هم دستای خود بالا دست خودش رو که حکومتی ها هستن، مدیرای گردن کلفت حکومتی و حکومتگران هستن رو سد میکنن اطلاعاتی رو که باید منتشر بشه و ایشون رو قبل از این که اطلاعات بیشتری بده و تعفن و کثافت جمهوری اسلامی رو بیش از این برملا کنه اعدام میکنن. این هم یکی دیگه از مصادیق فساد و جنایت در رابطه با حکومت مذهبی. پرونده 3000 میلیاردی هم که بحثش هنوز باز هست، خاوری که خودش میگفت یک بسیجی است و چفیه هم مینداخت دور گردنش از متهمان اصلی فرار کرد. متهم دیگه جهرومی است که آزاد داره در خیابون‌های ایران میگرده، منتها یه عده دیگه رو لابد گرفتن و مثل هر پرونده دیگه دراز کردن. تا همینجا معلوم شده که 7 بانک و چندین سازمان دولتی در این اختلاس ها دست داشتن. اسامی هم که کشیده میشه وسط و تا اینجا برملا شده کسایی مثل علایدین بروجردی، ارسلان فتیپور، محمد دهقان، جبار کوچک نژاد و محمد مرعشی و تعدادی از فرزندان نمایندگان مجلس است. تا اینجا این کثافت ارتشا و دزدی و اختلاس حکومتی ها درس کرده به بیرون، ولی این گوشه ای از حقیقته. اینها به شدت مانع از این میشن که کل داستان این فساد و دزدی ها به جلوی صحنه رونده بشه و پایه های حکومت اسلامی بیش از اونچه که تاکنون لرزیده به لرزه در بیاد. خب فساد، ارتشا، دزدی و جنایت بخش لاینفک حکومت مذهبی در طی تاریخ بوده، هر جایی که برپا بوده. منتها حکومت اسلامی اگر تفاوتی داره این فساد و ارتشا، این جنایت پیشگی را به سرحد اعلای خودش رسونده، به طوری که در تاریخ میشه گفت کم نظیر و شاید بی نظیر بوده باشه. در دوره حاضر، در تاریخ معاصر، چه در ایران و چه در دنیا، که بدون شک نمونه‌ای مثل حکومت اسلامی ایران نداریم. مذهب تا حد ممکن جنایت خونریزی و ارتشا و دزدی و غیره دستش آغشته است. اینها اخباری بود، مروری بود بر وقایعی که پیش رومون در جریان داره، البته گوشه ای از اینها، ولی اجازه بدید بریم سراغ موضوعی که میخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم. همینطور که روی صفحه تلویزیون میبینید 5 کلمه کلیدی هست که
تصویر گویای از مذهب میده. مذهب چه به عنوان عقیده، چه به عنوان یک قدرت و نهاد فائقه در جامعه، کسی که بالای سر مردم قانون در دستشه یا زور میتونه اعمال کنه، حالا حتی اگر در موقعیتی نباشه که قانونگذار باشه، دولتی تشکیل نتونسته بده، مثل سازمان های اسلامی و غیره که این ور اون ور هستن. کلن مذهبی که قدرت داره و چه دولت تشکیل داده شده چه نداده باشه. اجازه بدید این تلفن رو اول رو بگیریم بعد بحثمون رو ادامه بدیم. بفرمایید دوست عزیز. الو، شما روی خط هستید، بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و کسی که به شما گوش میکنم. خیلی ممنون دوست عزیز، بفرمایید. من به قول بعضی که از کشورهای خارجی به اصطلاح وقتی صحبت میکنم، من از ایران عزیز زنگ میزنم. واقعا اگه ایران عزیزه، حالا نمیدونم، شاید به خاطر همین معذرت میخوام. من فقط از اول یه سوال از شما داشتم. بفرمایید. می‌خواستم ببینم توی ایران که شما در مورد مذهب صحبت می‌کنید، آیا آپارتاید مذهبی در ایران روی کاره؟ آیا چی؟ آیا آپارتاید مذهبی در ایران روی کاره؟ آپارتاید مذهبی؟ بله. خب ادامه بدید، من جواب میدم بعداً. بله. عرضم حضور شما، ببینید اگه بخوایم بحث کنیم در مورد مذهب، این ریشه مذهب در گذشتهم توی ایرانی ها بوده. حالا اگه لطف کنید من در نهایت منو محکوم نکنید به اینکه با جمهوری اسلامی هستم، ولی چند تا نکته رو میخواستم به اصطلاح عرض کنم. این مذهبی که توی ایران به وجود اومد، با اون که 98% ملت ایران سال 58 فروردین 58 98%شون به جمهوری اسلامی رأی دادن و تمام که البته همه که نه، ولی خب حداقل 50-60% از کسایی که البته من در مورد عوام صحبت میکنم، در عام صحبت میکنم، 50-60% از کسایی که از ایران خروج کردن همون زمان به جمهوری اسلامی رأی دادن. ملت ایران یک ملت یعنی ریشه مذهبی بودن. شما وقتی به کتاب های اصطلاح روشن فکرهای دهه 30 و 40 و 50 وقتی نگاه میکنیم، وقتی به نقد اونا نگاه میکنیم، ریشه مذهب در ایران، حالا توسط نمیدونم حالا یا خارجی یا هر چیز دیگه ای، ولی این داستان مذهب در ایران بوده. حالا در کنارش خب مذهب وقتی اوج پیدا میکنه، آدم دچار یک تعصب به اصطلاح مفرط میشه، جهل میاد توش، یعنی نادانی میاد توش، به خاطر اینکه وقتی آدم متمرکز میشه روی یک چیزی، فکرشو متمرکز میکنه روی یک چیزی، مثلا به عنوان مذهب، خب مشخصا از قطار جا میمونه دیگه، از قطار پیشرف جا. ولی من در نهایت میخواستم یک چیزی از شما بکنم. ملت ایران، حالا نمیدونم، من نمیخوام هیچ موقع دوست ندارم توی جامعه که دارم زندگی میکنم، توی ایرانی که دارم زندگی میکنم، نمیخوام یک نفر دیگر رو ریاکار، دروغگو، دزد، چون ما بدبختی ما ملت ایران اینه که مدام همدیگر رو به بدی متهم میکنیم و این بزرگترین بدبختی یک ملته. البته خب بالاخره حتما هست، تا حدودی هست. حالا اگه مذهب واقعا ما رو به این روز انداخته که باید یک جورایی بالاخره کشیده بشیم، اگه واقعا این مذهب بالاخره در زمان خودش به اصطلاح کارایی داشته. دوست عزیز اگر بتونید فشرده نکتتون رو تموم کنید تا بیننده های بعدی هم میخوان بیان روی خط. بله، من در نهایت فقط یه جنبندی میکنم به وقتی که وقتتون هم گرفتم. میخوام بهتون بگم که ما مردم ایران از مذهب در حال حاضر، ملت ایران از مذهب زده شدن و هیچ علاقه مذهب ندارن. فقط به جز یه سری از این آدمون که پا به سن رسیدن و مدام تسکیل دستشون میگیرن و نماز میخونن و این هیچ فایده ای نداره، خودشون برن نتیجه شو توی بچه هاشون و نبه هاشون ببینن که واقعا تسکیل داشته این کاری که همه این دوران زندگی که داشتن، اون معلمی که شدن برای بچه هاشون و نروشون های تسکیلی داشته یا نه. من زیر وقت نمیگیرم، زیر بسر خود که من وقت. خیلی ممنون دوست عزیز، خیلی ممنون.
خب یه نکته که ترک کردید، آیا آپارتاید مذهبی در ایران حاکمه؟ هم آره هم نه. آپارتاید هست، یعنی در واقع بخشی از مذهب رو به مذاهب دیگه برتریش بشو اعلام کردن. خب وقتی میگن مذهب رسمی کشور تشیعه، خب نسبت دیگران یک جداسازی کردن دیگه. همین وقتی که میگن اسلامی از کشور، نسبت به کسایی که باورهای مذهبی ندارن یا حتی باورهای غیر از اسلامی دارن، یک جداسازی رو اعمال کردن دیگه. به این معنا آپارتاید مذهبی هم هست. اما همه حقیقت جمهوری اسلامی فقط در این آپارتاید مذهبی، یعنی منفعت یه عده‌ای رو در مذهب بهش توجه کردن و به دیگران ظلم کردن نیست. کل این حکومت بر مذهب استواره و این باعث میشه که بسیاری از ظلم‌های دیگه خود به خود اتومات همراه بشه. مثلا مذهب زن رو آدم حساب نمی‌کنه، میگه موجود درجه دوی دیگه و اشکال مختلف از خیلی از حقوق خودشون زنها رو محروم کرده. خب این آپارتایده. بله آپارتاید مذهبی حاکمه، ولی فقط آپارتاید مذهبی نیست، یعنی مسئله فقط عقیده نیست. شما نگاه کنید یک سرمایه‌داری تمام عیار رو با آخرین سرکوب‌ها مجهز کرده و فقر رو بی‌حقوقی رو به بخش اعظم جامعه تحمیل کرده. یعنی به طور کلاسیک یک سرمایه‌داری لجام گسیخته است. فقط آپارتاید نیست که به عقیده و مذهب و اینها بسنده کرد، حتی آپارتاید جنسیتی هم نیست که علیه زنا باشه. آپارتاید تو تمام بخش ها و عرصه های زندگی است که توسط جمهوری اسلامی به مردم تحمیل شده. ولی آماری که شما میگید بعضا نادرسته. ببینید این ادعای جمهوری اسلامیه که 98% یا 99% مردم رفتن به حکومت جمهوری اسلامی ایران در فردایی که اینا رفراندوم گذاشتن رأی دادن. آیا این واقعیه؟ این رو ما قبول کنیم از اینها؟ اجازه بدید با چند تا مثال بگم که دود میشه این حرف. خود بنی صدر که تو انتخابات های اون سال بود میگفت در انتخابات یه چیزی حدود 14 میلیون شرکت کردن، در حالی که 21 میلیون نفر میتونستن رأی بدن، یعنی یک سوم مردم پای اون صندوقا نرفته بودن. تصور کنید کل کردستان مقابل اینها بود. کردستان سازمان‌هایی مثل کومله و دموکرات کنترل شهرها دستشون بود، یعنی چند میلیون جامعه همونجا قلفتی با اینها نبودن. خب همونجا نشون میده که حداقل 15% جامعه همونجا میفته و این رقم شکسته میشه دیگه. تهران وقتی فدایی‌ها میتینگ گذاشتن، 500,000 نفر در همون سال بعد انقلاب در میدون شهیاد، میدون آزادی جمع شده بودن. خب اون مردم یک کسری از مردم تهران بودن که اونجا جمع شدن. خیلی های دیگه مثل اونا فکر میکردن نیومدن. همون موقع میلیونی تو تهران بودن که با جمهوری اسلامی نبودن، ممکنه علیهش هم نیومدن تظاهرات کنن، لابد نرفتن رأی هم بهش بدن. در شهرهای خوزستان مثل مسجد سلیمان و آبادان که چپی ها رأی آوردن برای خود همون مجلس مسخره جمهوری اسلامی، یعنی مردم اونجا هم نبودن. شهرهایی رو شما میتونید پیدا کنید که نیروهای اسلامی و جمهوری اسلامی و حزب الله دست پایین رو داشتن. این آمار از کجا آمده؟ این دروغ محض. حتی آمار اولیه جمهوری اسلامی که 98-99% مردم به اینها رأی دادن دروغ بیش نیست. کسی از آمار واقعی اینا اطلاع نداره، ولی تحلیلاً با به کار بردن عقل و منطق و دو تا چهار تا و فاکتا و علائمی که اون روزا بوده میشه نشون داد که نمیتونه این رقم درست باشه. بنابراین این ادعا بیجاست. تازه گیریم یه درصد بالایی یا نصف بیشترم رفتن به اینا یه رأی آری دادن. خیلی از اون مردم فکر نمی‌کردن که همچین کاری بهشون بکنن. 6 ماه بعد پشیمون شدن. یعنی 6 ماه بعد اون جمهوری اسلامی وقتی اومد رو کار، اگه یه بار دیگه رأی گیری میکرد و مردم میتونستن به یه چیز دیگه هم رأی بدن، شاید جمهوری اسلامی رأی نمیدادن اصلا. بنابراین
رأی ها سیال و گذراست. خیلی حرفا، یه حرفایی رو میزنه رأی، یه حرفایی رو نمیزنه. مردم انتخاب دیگه جلوشون نبود، گفتن این انتخابتونه، یا بگو بله به من یا بگو نه. خب اون کسی که میره پای انتخابات، یعنی انتخاباتشو قبول داره، این دستگاه رو قبول داره، رأی گیریش قبول نداره. خیلی مردم تصمیم گرفتن و رأی ندادن. خیلی ها رو مر میزدن تو شناسنامشون از ترس نون و آبشون، کارشون، سر و کارشون با این اوباش میافتاد، رفتن رأی دادن. این رأی ها رو به حساب اون مردم که ته دل و قلب رأی دادن نگذارید. بفرمایید دوست عزیز، روی خط هستید. سلام آقای کیوان. سلام خدمت شما آقای کیوان. من در ایران کسانی دیدم که بعضی ها با فرقون 10 یا 20 یا 30 ذرات می آوردن که بفروشن و خرج خانواده فقیر خود را فراهم آورن. ماموران شهرداری اینا را می گرفتن، فرقوناش هم می گرفتن. در 20 تا من بعضی موقع با اینا درگیر می گفتم این بیچاره خب 1000 تومن مخواد در بیاره به یه نان بخره به خانوادهش. گریه آوره، تأسف آوره، تعجب آوره. بعد هم می گفتن صد معبر کردین اینا. کارگران که دور میدان ها جمع می شدن، وقتی کسی می خواست یه کارگر بگیره، بیچاره صدها نفر می افتادن دنبال تو که بیان کارگری بکنن، منتظر کار می شدن. تمام روز کار گیرشان نمی آمد، آخر شب می رفتن یک نان تافته می گرفتن با پنیر می بردن به اینا. واقعا گریه‌آوره، دردآوره. چرا آخه باید اینطوری باشه؟ بعد الان می رفتن خانه هاشان با یه نان و پنیر و اینا واقعا دردآوره. بعد مذهب ما باید دوباره به مذهب خودمان برگرده. جهل و خرافات زیاده، زیاده، زیاد. فساد و جنایت هم که شما نوشتی همه میدانن زیاده، زیاده. خیلی ممنون. تشکر دوست عزیز. بله، این دوستمون احتمالاً اون خبر مربوط به دوست کارگری که در تهران توسط ماموران سد معبر ضرب و شتم شد و بعد از یک هفته در بیمارستان درگذشت، این نکات رو ترک کردن که یه عده خب برای امرار معاش و رسوندن نون و مایحتاج خانواده شون دست به این کارها میزنن، کار دست فروشی و غیره، و یک حکومت مستبد و بیرحم هم به جون اینها میفته و اشاره ایشون به این مسائل بود. بله، حقیقتی که در جمهوری اسلامی هست، گفتیم دوست عزیزی که نکاتی را در ابتدا ترک کرد، این رأی‌گیری به جمهوری اسلامی واقعی نبوده، اون آمار به نظر من واقعی نیست، میشه این رو نشون داد. همونطور که گفتم باید 2 تا 4 تا و محاسبه و منطق و اینها، به اعتراضاتی که همون اوائل بود، شهرهایی که با همراه اینا نبودن، استانهایی که روبروی اینا ایستادن مثل کردستان، ترکمن صحرا، گرگان و خیلی شهرها، بعضی از شهرها نماینده های اینا رأی نمی آوردن، یا مثلا حتی تو شهر کرد معادله متفاوت بود. الان حضور ذهن ندارم، شهرهای زیادی بودن، سازمان های سیاسی میتینگ های بزرگ میگذاشتن و نیروی قابل توجهی داشتن، بخشای از مردم همراه اینا بودن. بنابراین آمار دروغه و بعدم گفتم نون مردم رو گرو گرفتن، شناسنامه مر میکردن، یه دیم اینا رأی دادن، اون رأی گیری واقعی نبوده. بفرمایید دوست عزیز. درود بر کانال جدید. من خواستم از حکومت مذهبی نه، حکومت مذهبی نه، باید و حکومت جمهوری اسلامی نه، باید جلوی مذهبی را گرفت. من مصاحبه دیگه داشتم، نوز داشتم که مردم ایران هم در اطلاع باشند. اینکه خامنه‌ای جنایتکار آقای ولایتی را فرستاد که آقای مهدوی عضو مجلس خبرگان را به قتل برساند. بله، این دوست قتل کردن.
میگن که خب حکومت مذهبی با ما موافقن که فقر و جنایت جز لایتجزای وجودی این هست و غیر از این هم نمیشه انتظاری داشت. ببینید گفتم جمهوری اسلامی به مرور از زبان آمار، امیدوارم یه روزی بتونیم بیایم و برنامه بگذاریم تحت همین نام، جمهوری اسلامی از زبان آمار، اون وقت از ابتدای روی کار اومدنش تا به امروز در زمینه‌های مختلف بتونیم تصویر گویایی از روی کار اومدن، گذشتش و امروزش و مسیری که داره طی می‌کنه رو در مقابله خودمون بگذاریم و در موردش صحبت کنیم. حالا که اشاره کردم به زبون آمار، اجازه بدید یه نکته‌ای رو بهش اشاره کنم که هفته پیش توجهمو جلب کرده بود و اون این بود که یه آماری بود که 7 سالی مخفی نگه داشته شده بود، یکی از مراکز آمار ایران منتشر کرده اخیراً، و اون این بود که نشون میداد چطور جامعه ایران فرهنگ مذهبی رو در مقابلش ایستاده، چطور نرم‌ها و مقررات و قوانین مذهبی رو مردم زیر پا گذاشتن و عملاً حکومت جمهوری اسلامی رو در عرصه فرهنگی به سقوط کشوندن. این آمار درباره رابطه جنسی مردم بود و من وقتی خوندم برایم غیر قابل باور بود. میدونستم مردم ایران جمهوری اسلامی را در تمام زمینه‌ها به سطوح آوردن، ولی ابعادش رو تصور نمی‌کردم با زبون خودشون و با تحقیقات خودشون تا این حد باشه. در اون آمار گفته شده بود که آماری که مخفی نگه داشتن، 78% دخترها و پسرها در حدود 14 سالگی به بالا قبل از ازدواج رابطه جنسی دارن، و چیزی که جمهوری اسلامی دائما ازش حذر میکرد، دروغ میگفت و دائما اطلاعات دیگری رو میداد. میگفتن ما هجمه فرهنگی علیهمون شده و از این نظر جنگ بزرگی رو داریم با معیارهای غیر اسلامی به پیش میبریم، این رو میگفتن. اما اینکه 78% رابطه جنسی قبل از ازدواج دارن، و یه رقم دیگه گفته بودن 17.5% هم رابطه جنس موافق با هم هست. نگاه کنید همه اون چیزی که اون جامعه برای شلاق زدن، اعدام کردن، حجاب اجباری کردن، محدودیت قائل شدن، قوانین علیه مردم وضع کردن، توی کار تبعیض قائل شدن و تو تمام زمین‌ها و مردم رو به سطوح آوردن، منابع اون کشور رو براش خرج کردن، نشون میده چطور برخلاف میل اونها جامعه حرکت کرده. این آمارم از من و شما نیست، مرکز پژوهش‌های خودشون این آمار رو منتشر کرده. و وقتی نگاه می‌کنی به این آمار جمع و ضرب می‌کنی، 8% اون جامعه در واقع شاید مقررات اونها رو رعایت کرده باشن بر اساس آماری که اونا میگن، یعنی 92% دست رد به معیارها، به فرهنگ اسلامی، به مقررات اسلامی، به حکومت اسلامی زدن. 92%. به این معنا در عرصه فرهنگی جمهوری اسلامی قبل از اینکه ساقط شده باشه از قدرت، ساقط شده، جامعه اون رو سرنگون کرده در عرصه فرهنگی. و از زبون آمار که این یه گوشه ایش باشه، نشون میده که این جمهوری اسلامی چقدر پوشالیه، چقدر غیر واقعیه، چقدر به زور شلاق و زندان و دزدی و چماق تونسته خودش رو روپا نگه داره. حالا تصور کنید که ان قدرت حکومتی هم ساقط بشه جمهوری اسلامی، اون وقت اون 8% هم نمیدونی کجا ایستادن. لابد یه درصد کوچیکی که با یه انگشتای دستم کمتر بشه درصدی نشونشون داد، در اون جامعه با معیار اسلامی بعدن میخوان زندگی کنن. اون جامعه دست رد به حکومت مذهبی فی الحال زده و
بنابراین یک پوسته کم قدرت، یک پوسته نازک در اون جامعه است که با سرنگونی جمهوری اسلامی این بخش هم به طور قطع به کنار زده میشه. بفرمایید دوست عزیز. سلام علیکم، زکریا از تهران. بفرمایید آقا زکریا. اعدامی و یا مثلا خشونت های نیروی انتظامی میخواستم بگم. بفرمایید دوست عزیز. بعضی از چیزا هستن که آدم موافق، بعضی هستن که مثلا مخالف این قضیه هستن. تقریبا یه هفته پیش سمت یافت‌آباد تهران یه دونه اراذل ساعت 5 صبح گرفتن، داشتن می آوردن بیرون، همسایه‌ها اومدن بیرون، همه صلوات فرستادن. الان عکسی که پشت سر شما بود، اون مأمور دوتا آقا رو خوابونده بودن زمین که کلن باجاشون خالکوبی داشت، اونا معروف‌ترین اراذل تهران بودن که عکسش رو انداختن. حالا من اسمشو نمی‌دونم. و یه چیز دیگه، الان اونایی که دارن اعدام میکنن و نمیگم حالا من مخالف این قضیه‌ام یا مثلا موافق این قضیه‌ام، اون کسایی که دارن اعدام میکنن، خود بابای من یک سال پیش با ویلچر داشت کوچه میرفت، تقریبا 8 صبح بود، انگار از توسط یکی که به خاطر 3 میلیون مثلا 3 میلیون بهشون پول داده بودن که بیان بکشن، بهش 15 تا چاقو زدن. الان یکیش حبس ابد، یکیش هم که الان اعدامه، تقریبا 2 ماه دیگه سمت ارومیه اعدام میشه. الان شما چی میگید؟ یعنی میگید یعنی من اینو ول کنم بره اعدامش نکنم؟ یه سال از شما دارم. یه سال آدم بدی هم بود دارم. باشه، آدم بدی حتما زدن. بله، سوال دارم از شما، شما با اعدام موافقید کلن؟ خوب اعدام کنن مردم رو؟ من 80% موافقم. 80%. جمهوری اسلامی ایران، اجازه بدید، جمهوری اسلامی ایران از نظر سرانه اعدام در دنیا اوله، اینو میدونید؟ خب شما اینو هم میدونید 80% جمعیت ایران وحشیان؟ خب گرفتم حرفتون چیه، همینو میخوام بگم. چه حکومتیه که منابع کشور دستشه، میتونه سر نظر فرهنگی ارتقا بده، فضای کشور رو تلطیف کنه، اما خشونت در اون کشور کاشته، خشونت رو توسعه داده. سیاسی مسئله. شما گفتید از لحاظ فرهنگی. آقا ایرانی که میره خارج، خودمونم میبینیم، رفتیم دیدیم هم. بله. بزرگترین مافیا و خلافکارترین شخص ایران خارجی ایرانی ها هستن. خب این یه واقعیت، ولی همش نیست. اجازه بدید وایسا، اجازه بدید. من قبلن شما سرم با ماشین کنتری رد میشد، من میفردم کاپوتش، میگفتم ها چیه اینجا رد میشید. الان میفهمم نه، بعضی ها رو حق داره. ببین حتی پشت سر یه سوال از شما دارم، چرا آمار جنایت، دزدی، فساد، فحشا، اعتیاد، باجگیری اینا تو جمهوری اسلامی بالا رفته؟ از اون لحاظ هم موافق هست، چون که جوان ها بیکارن، چون که جای تفریح ندارن، همشون درگیر همین. خب عزیز من همین دیگه، شما جوابو دارید. خب گرفتم جوابو، میدونم شما در موردش صحبت میکنم. مرسی که ترک کردی، اجازه میدی که منم بتونم این جوانه با روشن کنم. خیلی ممنون دوستمون. خب گوشه ای از واقعیت رو میگه یه عده اینایی که جنایت کردن و اعدام میشن، جنایات بدجور جنایت کردن، یا جنایت رشد کرده، توسعه پیدا کرده، ناامنی ایجاد شده. این واقعیت رو این دوست درست میگن، و از منطقه نتیجه گیری هاشون درست نیست. یکی این که میگن ایرانی ها همشون جنایتکارن. خب من میگم که برگرد به عقب، و تو همین از 30 چند سالی که این حکومت اومده رو کار، آمار جنایت نجومی رفته بالا. خب این ایرانی ها قبلا اینقدر جنایت نمی کردن دیگه. پس بنابراین مسئله تو ذات خود ایرانی بودن نیست، یک شرایط ایجاد شده که جنایت و جرم زیاد شده. این رو باید بچسبید. خوشبختانه این دوستمون این رو متوجهن،
و این یه نکته. اینکه خب ایرانی ها اتومات وقتی که جنایت و جرم و غیره در کشور زیاده، وقتی هم میان خارج این کارن، میگم این طور نیست. آمارها در خارج کشور چیزهای مختلفی رو نشون میده. ایرانی ها یکی از محبوب ترین اقلیت های خارج کشور تو کشورهای مختلفن. خب لابد یه عده‌ای هم مجرم بینشون هست. بفرمایید دوست عزیز. سلام آقای کیوان. سلام دوست عزیز. ممنون آقای کیوان، من داشتم برنامه‌تون رو گوش می‌کردم. من می‌خواستم اولندش به این هموطن عزیزمون بگم که الان زنگ زد، هموطن ما که میان این عکس‌ها رو می‌بینن، من نمی‌دونم، احساس می‌کنم احساس تنفر دارن صحبت می‌کنن از این جوانایی که من قسم می‌خورم از اراذل اوباش نیستن، ولی این حکومت همچین جوانایی رو کرده اراذل اوباش. هموطن عزیزم، هموطن گرامی، اینا جوانای این مملکت هم قربونی سیاست های این حکومت هم، به قرآن باورم کن. من خودم یکی بودم جز همین اراذل اوباش که این حکومت اراذل اوباش مینامه. من و رفیقای من اگر ما پول نداشتیم، تو نون نداشتی بخوری، تو هیچی نداشتی، تو رکب داشتی، چیکار میکنی هموطن گلم؟ آفرین. ولی از وقتی که من با یکی از سازمان های سیاسی آشنا شدیم، به کل زندگیمون فرق کرد. این از این. من از کردستان زنگ زدم و میخواستم بگم هموطنان ما و مثلا وقت انتخابات و اینا مثلا میخواد رأی ندن. خب این واسه خودم پیش اومده، یعنی بودم با رفقام اونجا رفتیم، انتخاب شوراها بود، این شوراها و رئیس جمهوری بود، یه رفیق ما بود خودش رو کاندید کرده بود، البته رفیق نبود، آشنا بود، گفتم واسه شورا بیان رئیس، یعنی رئیس جمهور رو رئیس نمیگی. اونجا چی دو نفر وایساده بودن، به این رفقای من گفتن یا به این رئیس بده، یا به قالیباف رئیس بده، یا به این رئیس بده، یه چیزی صحبت میکردن، اون وارش کرد رفت رئیس. گفتم تو چیکار میکنی مرد حسابی، تو بخواد به کی رئیس بدی؟ آخه چرا تو فکر نمی کنی که این رئیه تو کارسازه؟ چرا فکر نمی تو رئی ندی؟ خد هزاران نفر مثل رئی ندن این کار خودشو می کنه. مردم ما اصلا فکر بقیهشون نمی کنن، نمی دونم چرا. باید این رو زیاد بیشتر بگیم. و آخرین کلامم می خواستم بگم هموطنهای عزیزمون، همه جوانهای ایران می خواهم بگم، ما هممون انسانیم. اگه یه جور فکر بکنیم، کرد و لور ترک و آذری و اینا رو نداریم. مثلا به فرض مثال میگم الان هموطنهای زرتشتی ما توی عراق هستن، ما چرا نباید وظیفه خودمون بدونیم بریم اونجا مثلا دفاع بکنیم؟ شاید پیش اومد یه سازمانی هم درست کردیم، خود جوان واسه ایران. خب دیگه موقعیت ها رو با خودمون درست بکنیم. این تو نیست مگه آقا که ما بله امروز روز آتش زدن سینما رکس را بادن. خیلی ممنون، ببخشید که داره طولانی میشه، معذرت میخوام. خیلی خوشحال بودم که اومدید با ما صحبت کردید، تجربتون رو با ما در میان گذاشتید. به خصوص دوست قبلی که اومد، اجازه بدید یک تلفن دیگه داریم. بفرمایید دوست عزیز. الو بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون دوست عزیز. آقای کیوان جانم بفرمایید. فقط میخواستم در مورد این اعدامی هایی که گفتید صحبت کنم. اعلام اعدامی های ایران واقعا بالا رفته. من داشتم الان توجه میکردم به صحبتاتون، بعد واقعا هم زیاد شده. الان ما یکی از آشناهامون بود که اعلام اعدامیش رفته بود. به خاطر چی اعدام شده بود؟ فقط به خاطر این که زمانی که بچه بوده، زمانی که مثلا کم سن و سال بوده، در سن 15 سالگی بوده، این به خاطر مستی خواص پرتی زده بود که جوان با چاقونم غیر عمد کشته بود. دخل در 9 سال 10 سال که ناهن زندان کردن، اومدن اینو اعدام کردن. برای چی؟ چطوری؟ برای چی جوری باشه؟ یعنی بیچاره نداشت. ولی من میشناسم کسای دیگه رو که با زورگیری و با دزدی و چرا سیاغونا مردم رو زورگیری میکردن، تجاوز میکردن،
ولی اینا چه ساده فقط 10 سال 15 سال بهشون زندانی دادن. بله. واسه چی باید اینجوری باشه اینجا؟ واقعا اکثر پشتسازی که دارم میبینم متوجه میشم. بله. بله این عکس ها گویاست. خیلی ممنون دوست عزیز. این عکس ها خواهش دارم. عکس ها گویاست. هر کدومشون در واقع داستانی رو برای شما بازگو میکنه. سرگذشت های تلخی رو برای شما تصویر میکنه. خانه خرابی های عده‌ای رو برای شما به خاطر میاره. هر کدوم از این عکس ها. اونجایی که داره خرافه به خورد بچه میده. اونجایی که داره خودزنی میکنه با زنجیر و قمه به نام مذهب. اونجایی که داره زن رو به زور حجاب سرش میکنه و کتک زنون میبره سراغ یک فاطمه عراهاشون، فاطمه خانمهاشون، فاطمه کمانداشون در خیابون و اینا رو ببرن به زندان و بازداشت و غیره. اونجایی که دارن کسی رو برای روزخاری یا خوردن مشروب یا هر چیز دیگه شلاق میزنن و تحقیر میکنن و به جسم و روحش تعرض میکنن. اونجایی که کسی رو چال کردن به خاطر رابطه جنسی خارج از ازدواج و دارن ذره ذره میکشنش به شنی ترین شکلی. اونجایی که میبینی دانش آموزان رو دارن خرافه در مغزشون پمپاژ میکنن، جشن تکلیف و کلاس های قرآن و حتی کلاس های انتحاری من شنیدم در افغانستان هست. کلاس های انتحاری چجوری بچه ها رو یادشون بدن که لحاظ فکری آمادهشون کنن و لحاظ عملی که بتونن برن بچه 10-15 ساله خودشو منفجر کنه، کاری که تو جنگ با عراق با جوانای خودمون میکردن تو ایران. اینا را طالبان ها از جمهوری اسلامی یاد گرفتن در واقع، رو مین میفرستادن و اینها رو منفجر میکردن و خوراک تبلیغاتی بر خودشون گیر میبردن. کاری که داعش داره در عراق میکنه، زنان رو میگیره میگه اینا کنیزن و باید بفروشیمش بر اساس اون چی که در قرآن نوشته شده. میگه وقتی که کفار رو شما میگیری سرزمینشون رو، مردانشون رو اگر اسلام نیوردن عدم تیغ بگذرونید، اینو صریحا قرآن میگه عدم تیغ بگذرونید و و زنانشون رو به کنیزی بگیرید، بچه هاشون رو به بردگی ببرید و اینا رو میتونید بفروشید. الان دارن توی عراق این کار رو میکنن داعشی ها و در غرب آفریقا در نیجریه بوکا حرام همین کار رو میکنه. 200 دختر رو دزدید و گفت اینها رو میخوام بفروشم، اینها مسیحی هستن و کنیز ما هستن و الان میتونیم در بازار بفروشیم. ببینید چه از مذهب در میاد، چه چیزایی از آموزهای مذهبی در میاد و چه چیزایی رو در خیابونهای ایران ما شاهد بودیم، چه چیزایی رو در قانون دیدیم، چه چیزایی، چه لفت و لیسای کلانی رو دیدیم و چه بیحقوقی رو شاهد بودیم، چه خانواده‌هایی که متلاشی شدن، چه خانواده‌هایی که برای یک لقمه نون محتاجن و تن به تن فروشی میدن. حکومت مذهبی و اسلام پیامداش این هاست. این تصاویر هر کدومشون داستان زندگی بخشی از مردمه. همه اینها روی هم بگذارید کارنامه یک حکومت مذهبیه که چیزی جز خرافه، چیزی جز جهل، چیزی جز فقر، فساد و یک نکبت نیست، چیزی جز جنایت نیست. بفرمایید دوست عزیز. خسته نباشین. خلیل کیوان. سلام دوست عزیز، خیلی ممنون. من فکر میکنم به خاطر اینکه حکومت فاشیست مذهبی در ایران حاکمه، نه تنها مردم 35 سال با انواع تبعیض‌ها مواجه بودن، بلکه با انواع سرکوب‌های وحشیانه و تجاوز به انواع شکل‌های مختلف مواجه بودن. بله. این بر کسی پوشیده نیست. من فکر میکنم خوبه که من فکر میکنم این کار رو اگه اومدم رو خطتون هر شب یا هر وقت اومدم کار این نوع کارا رو بکنم. من. وقتی که به قرآن نگاه میکنید پر از تناقض و تکرار
ترهات و خزابلات که به خود مردم داده شدن. بسیاری یا ثبات ندارن یا اینکه زبون عربی نمیدونن یا زبون فارسی رو نخوندن، گذاشتن تو تاخچه این قرآن رو. ولی شما دقت کنید به یک نمونه، در اون شکی نیست که این قرآن توسط افرادی که تو حاکمیت بودن، مردهای مرفه، برای جامعه نوشتن. کلن قرآن طبقات رو به رسمیت شناخته. حالا ما چون وقتش نیست به اینا مراجعه نمی کنیم، فقط یه آیه رو دقت کنی و مقایسه کنی با یه آیه دیگه. سوره الانسان آیه 4، اولا به نام خداوند بخشنده و مهربان. حالا شما نگاه کنید، ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله های سوزان آتش آماده کرده ایم. یکی نیز بپرسه شما غلط کردید، این کارو کردید، شما کی هستید که برای غیر خودی ها که به نام کافرانه یه همچین کاری رو دیدید؟ شما همون داعش و از داعش بدترها هستید که بستر اون مردم بیگناه بدبخت حکومت کردیم. کجاتون بخشنده و مهربانه؟ اینا رو باید مردم سوال کنن. بعد مقایسه کنید این سوره رو با سوره الکافرون، 6 آیه است. مردم دقت کنید، میگه بگو ای کافران آنچه را شما میپرستید من نمیپرستم. حالا این من کیه؟ همون کسی که این قرآن رو نوشته، همون خدای بخشنده و مهربان. خب نمیپرستی، چشمت در اومد. و بعد میگه که و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید میپرستم. خب با سرت بذار تو آب گرم اگه نمیپرستی، و نه شما آنچه را که من میپرستم پرستش میکنید. ببینید دوباره تکرار همون مزخرفات. در آخر میگه که حال که چنین نفت، آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم. من میگم چشمت در اومد توی سوره قبلی که گفتی که ما برای شماها زنجیرها و قلها و شعله های سوزان آتش فراهم کردیم. میدونی برای چیه دوست من؟ حالا اینو به شوخی میگم، ولی مثل این که میدونسته یه جایی ممکنه مرد این دنبال روهاش میخوان با مردم روبرو بشن، از این آیه میگن. یه جایی میخوان مهربون باشن، اون آیه رو میگن. یه جایی میخوان سر مردم آدم تیغ بگذرن، اون یکیشو میگن. برای همهشون ابزار درست کرده دیگه. داعش، بوکو حرام میان همون آیه که میگه برای شما که باور به خدا ندارید، به اسلام ندارید، قل و زنجیر و آتش است. ما هم اومدیم این آتیشو براتون آوردیم، عین قرآن هم آوردیم. خب خیلی ممنون دوست عزیز، خیلی ممنون. از من قبل از که برم با اون دوستی که منتظر انگار دعوتنامه است، 2 دیگه قراره یکی اعدام بشه، مثل اینکه دعوتنامه است به عروسی یا عقد، و ایشون همه ایرانیان رو جنایتکار میدونه، میگه همشون 80% وحشیه. دوست عزیز من فکر میکنم تو با این کارت شریک جانیای بزرگتری که تو حاکمیت میشی، پدر ده ها چاقو خورده. من متاسفم در این رابطه. خودت میگی کلت باب داشته رو پاپوت ماشین میرفتی، معلوم نیست چرا تا حالا تو اون جامعه زنده موندی، ولی مطمئن باش این افتخاری نیست شریک جانیا شدن. دست از این جنایت بردار و طرف رو عفو کن، و مطمئن باش که با سرنگونی این رژیم خشونت و مریضی روحی و مواد مخدر و انواع کثافت تو اون جامعه از بین میره. خیلی ممنون، خیلی ممنون دوست عزیز. نکته ای که خب در مورد اعدام اون دوستمون گفتن و ایشون اشاره کردن و حکمای نادرستی دادن، از جمله این که 80% مردم از لحاظ فرهنگی بدن، الفاظ بدی به کار برد، و ایرانی های خارج کشور هم تو کار جنایت و کارهای بد و غیرن. خب این آمار واقعی نیست. در خارج کشور اتفاقا بخش کوچیکی، خیلی از کوچیکی از ایرانی ها شاید به این کارا مشغول هستن. اتفاقا ایرانی هایی که از ایران اومدن و اون جهنم رو تجربه کردن، قدر امکاناتی که در خارج کشور هست،
قدر اون تلاشی که آزادی خواهان، طبقه کارگر، جنبش های برابری طلب در این کشور کرده رو خیلی خوب متوجه شدن. مثلا متوجه شدن که نژاد پرستی بده. این رو خیلی در میون ایرانی ها در خارج میبینیم و از رفتاری که با افغانی ها یا عبارات ضد عربی و غیره که به کار میبرده یا جوکایی در مورد آذری و غیره، الان من توی بخش بزرگی از ایرانی های خارج کشور که میبینی و شاهد هستی میبینی یک اعتلای فرهنگی صورت گرفته. حقایق و جنبه های مثبت زندگی در غرب رو جذب کردن و از نظر فرهنگی اتفاقا بخش فرهیخته‌ای رو تشکیل میدن و خوشبختانه در مدارج زیادی هم تونستن خودشون رو موفق کنن و از نظر اجتماعی هم زندگی میکنن و کاروبار بدی هم ندارن خیلی هاشون. و آمار اتفاقا چیز دیگه ای رو میگه، مشاهدات ما چیز دیگه ای رو میگه. همونطور که گفتم در نگاهشون به برابری مردم در جامعه، در نگاهشون به یک اون کسی که غریبه گفته میشه یه مملکت دیگه میاد تو ایران، یا خود ما که اینجا غریبه محسوب میشیم، دیدن که ما هم صاحب حقوقی هستیم و از اون چی که در اون کشور با افغانا کردن شرمگینن خیلی ها. و شاید خودشون نکردن ولی خاموش بودن، حرفی نزدن، نسبت به دیگران در واقع با تحقیر نگاه کردن. این رو شما در میون ایرانی ها نمیبینی در خارج کشور، بسیار ضعیف شده از نظر برابری طلبی و غیره. رفت نگاهشون به برابری زنان، نگاهشون به حقوق کودک، نگاهشون به دستاوردهایی که علم و دانش و تلاش های جنبش های آزاد خانه ارده بسیار مثبته و این رو شما ملاحظه میکنید هر جایی که میرید. یک دلیل اساسیش هم اینه که دیدن در ایران جمهوری اسلامی، در ایران حتی نظام قبل از جمهوری اسلامی، نظام شاهنشاهی، اونایی که سن بیشتری دارن یا تاریخ رو مرور کردن و با بی‌حقوقی آشنان، میبینن که چقدر غیر انسانی بوده و از این فاصله گرفتن. میتونم به جرأت بگم که بخش اعظم ایرانی‌های خارج کشور در نظر سیاسی و فرهنگی و رفتاری بسیار رشد کردن و این یک پشتوانه بزرگیه برای همین امروز مردم در ایران، چون میتونن سفیران فرهنگی مردم ایران در کشورهای خارجی باشن، چهره و واقعیت‌های دیگری را از مردم ایران در خارج کشور بیان کنن، جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن و حتی در فردای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران یک پشتوانه بسیار قوی باشن برای ساختن اون کشور، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، حتی از نظر تخصصی و اقتصادی. میتونن انرژیشون رو مستقیم و غیر مستقیم در خدمت بازسازی اون کشور قرار بدن. بنابراین حقیقت چیز دیگریه، من اون نکته رو قبول ندارم از دوستمون که گفتن. و اما در مورد اینکه 80% مردم ایران خرافیان، این هم واقعی نیست. همین الان بخش بزرگی از مردم ایران علیه خرافه و مذهب به میدون اومدن. خب قبوله، بخشای قابل توجهی هم هنوز خرافه و مذهب و غیره باشون برشون حکومت میکنه یا عمل میکنن بهش یا قبول دارن، اما در کنار شما میبینی که مردمان پیشروتر، مردمان فریخته تر، فرهنگ متعالی تر داره در نبرده، با حکومتش در نبرده و با این خرافه‌ای که در جامعه است. تصور کنید قدرت سیاسی دست یک حکومت فوق‌العاده خشن، مرتجع، خونریز و مدافع مذهبه. خب لابد رنگ خودش رو به اون جامعه میزنه دیگه، گرایشات عقب مونده رو سعی میکنه تقویت کنه. حتی مردمی هستن ممکنه قمه بزنن ولی ضد جمهوری اسلامی هن. از نظر باور و خرافه مذهبی هن مثل خود جمهوری اسلامی ایران، ولی از نظر سیاسی علیه حکومت جمهوری اسلامی. ممکنه کسی بره زنجیر بزنه ولی میگه سر به تن حکومت اسلامی نباشه. خب دیگه اون کار حکومتیه که بعد از جمهوری اسلامی ایران میاد سر کار، راه اطلاع فرهنگی گسترده و عمیق و همه جانبه مردم رو در اون کشور فراهم کنه.
بودجه اختصاص بده، از نظر سیاسی عملی راه باز کنه برای گرایشات پیشرو و اجازه بده عقاید مترقی علمی در جامعه گسترش پیدا کنه. اون وقت ببینم کی میره زنجیر میزنه، کی میره آش نظری درست میکنه، کی میره شم نظر میکنه و کی میره به عتبات عالیات و غیره. خب اجازه میدیم و باید آزاد باشن مردم هر جوری خواستن عقایدشون رو تا جایی که ظلمی به کسی نمیکنه دنبال کنن، عقیده مذهبی داشته باشن، حتی برن آش نظری میخوان درست کنن یا هر کار دیگه. ولی در طرف مقابلم یک حکومتی که خیر مردم رو میخواد باید اجازه بده افکار دیگه، عقاید دیگه روشنگری کنن. وقت میبینیم، اندازه میگیریم، ببینیم چطور نسبت ها عوض میشه. بفرمایید دوست عزیز. سلام، خفه نباشید نیکخواه. سلام دوست عزیز، من نیکخواه نیستم، نیکخواه از همکاران محترم ماست، من خلیل کیوان هستم. خیلی که وقت من بچه خوبی تشکر میکنم، خیلی ممنون. میگم شما چه مشکلی به جمهوری اسلامی داری؟ من چه مشکلی دارم؟ شما چرا شما چرا ازش بخواید دفاع کنید؟ نه من دفاع نمی کنم، من جمهوری اسلامی میخواین. آخری شما دفاع نمی کنید، جمهوری اسلامی میخواید. خب این فرق میخواین دیگه. میگم شما چه مشکلی داری جمهوری اسلامی؟ من مشکل زیاد دارم، ولی شما که الان یه فرصتی کردید و از حکومت جمهوری اسلامی دفاع کنید، یه دو دقیقه دفاع کنید ببینیم چه گلی به سر مردم زده. تو چرا دفاع میکنی؟ والله من دفاع نمیکنم، شما جمهوری اسلامی بدی نکرده کسی، نمیدونم شما از تموم چی دارید. شما از جمهوری اسلامی دفاع نمیکنید، فقط میگی بدی نکرده. خیلی هم خوبی کرده لابد، دفاع هم نمیکنید. این آقا جوک خوبی هم بلد نبود برای ما بگه، نه بسته است، جوکی هم نگو. البته خب خب دیگه صحبت وقتمون رو بیشتر تلف نکنیم در این مورد، خودشون گذاشتن و رفتن. بله، نکته ای که دوست عزیزی در مورد اعدام ها میگفت، ببینید آمار، حقایق، واقعیت ها، تحلیل ها، تجسسات، تحقیقات همه جا در همه کشورها این رو ثابت کرده. با اعدام شما نمیتونید جلوی جرم و جنایت رو بگیرید. با اعدام و ضرب شست نشون دادن و حمله فیزیکی به کسی و نابودی روحی جسمی کسی، شما نمیتونید جامعه رو از گزند ملایمات و صدماتی که از طرف مجرمین برش وارد میشه تضمین کنید، حمایت کنید و محفوظ نگه دارید. نمیتونید. هیچ جایی در دنیا چنین حکمی رو نمیده. خود ایران نمونه برجسته است. توزیع مواد مخدر کم شد در اون کشور، فحشا کم شد، زورگیری کم شد. خب چی کم شد؟ اعتیاد کم شد. چی کم شد که این همه اعدام کردن؟ بفرمایید دوست عزیز. سلام آقایوان، خسته نباشید. سلام خدمتتون. قربون شما، خسته نباشید. من خواستم، من هستمندی بزنمتون میشم. از کجا؟ از کردستان، سمنده. بفرمایید دوست عزیز. همین الان آقایی که تماس گرفت باشه، بله، میگه این مملکت ما هیچ خوبی در حق ما نکرده، بدی در حق ما نکرده. واقعا ازش میپرسیدید آیا گرسنه است یا نه؟ بهش میگفتی آیا غذا داری گفتی زن و بچه یا نه؟ بله، خب شاید اون داشت، یعنی میشه فهمید لابد اونو بهش دادن که اومده اینجور بگه. ببخشید، اون از اونایی هست که همیشه داره از این مملکت میخوره، ولی ما که اگه چطور بهت بگم جادی معمول نمیدیم، باید فردا چامون تو بازداشتگاه باشه. بله، ولی اونایی که آره میرن بسیج میشن با سی 4-5 کیلو قند یا روغن، اونا همیشه جاشون بالاست. ولی ما باید همیشه سر بخوریم. به خاطر چی؟
درست. یعنی خیلی ممنونم دوست عزیز. زنده باشید. روزتون بخیر. شبتون بخیر. بله. جامعه رو این جامعه رو با خشونت، با سرکوب، با قهر، با اعدام شما نمیتونید به طرف بهبودی بیشتر هدایت کنید. ممکن نیست. ممکن نیست. امکان نداره. داشتم این رو میپرسیدم. اون کسی که مدعیه یا فکر میکنه اون دوستمون شاید خودش گفت طرفدار جمهوری اسلامی نیست، ولی مسئله بزهکاری، مسئله جنایت و مسئله زورگیری، کسایی که قتل کردن، کسایی که تجاوز به عنف کردن و غیره رو چطور باید جواب داد؟ و فکر میکنه فقط راه حل اینه که اینها رو اعدام کرد. دوست عزیز، ما هیچ دفاعی از کار جنایتکاری نداریم و متاسفیم که قتل صورت گرفته، متاسفیم که جرمی جنایتی صورت میگیره، ولی میدونیم، به وضوح میدونیم که وضعی را جمهوری اسلامی ایجاد کرده که طیف وسیع مثل اون دوستی که اومد و گفت خودش سابقه اراذل داره به قول حکومت اسلامی و یه عده زیادی جوانها از فرط بیکاری، از فرط نداری، از فرط فشاری که از نظر اقتصادی بهشون وارد میشه به خلاف رو میارن و وقتی خلاف رو شروع کردن لابد خلافهای بعدی رو ادامه میدن. خیلی واضحه حکومتی که نتونه کار ایجاد کنه یا تأمین کنه شهروندانشو، نتونه شادی به زندگی اونها بیاره، نتونه امید بیاره، باید منتظر باشه که جرم و جنایت از هر گوشه‌ای فوران کنه. و وقتی اینها پیش اومد و فوران کرد، وقتی که قادر نیست بره زمینای اون رو بخشکونه، دست به خشونت میزنه. بفرمایید دوست عزیز. الو. الو بفرمایید. سلام علیکم. خیلی ممنون. حالتون چطوره؟ قطع شدید دوست عزیز. قطع شدید. اگه ممکنه دوباره بیاید و صحبت کنید. بله، ایران از نظر سرانه اعدام در دنیا اوله. ولی چرا؟ اون کسی که طرفدار اعدام هست، اون کسی که طرفدار به کارگیری خشونت علیه مجرمین هست، بیاد اینجا دو کلمه صحبت کنه، بیاد دو کلمه صحبت کنه و بگه که چرا علارغم این که بیشترین اعدام رو در دنیا به نسبت به جمعیت کشور داریم، بیشترین جنایت رو در حد مجرمین اعمال میکنن، ولی دائما جرم و جنایت در زمینهای مختلف رو به گسترشه. کسی بیاد این رو توضیح بده برای من دیگه، بیاد برای بینندگانمون توضیح بده. روشنه که اگر کسی مخالف به کارگیری خشونت علیه متهمین هست، حتی جنایتکار، هر کسی که مجرمه، کسی که مخالف اعدام هست، کسی که مخالف تعرض به جسم و جان هر انسانی هست، از مجرم دفاع نمی کنه. قبل از هر چیزی دارد جامعه و شهروندان دفاع می کنه. می دونه که جامعه‌ای که فکر سلامتی خودش باشه دست به خشونت علیه جسم و جان دیگران نمیزنه. بفرمایید دوست عزیز. سلام آقای کیو، حالت خوبه؟ سلام دوست عزیز، حالت خوبه؟ سلام آقای کیوانه. آقای که زنگ زد چی میگه بیشور عوضی؟ لطفا توهین نکنید ولی صحبت کنید. ملتمون کشته شده، ما در آب تشنهی مردن. بله، از کجا زنگ میزنید؟ ما از بلوچستان های کیوان. بله 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 بفرمایید، از مشکلات اونجا بگید. نه با خدا، ما مشکل بیابی گرد، نه کار از جمهوری اسلامی بر ما خیانت کرده. بله فوش ندید حتی به خامنه ایم و وقتی فوش بدید قطعتون میکنیم دیگه. میفهمم شما
سختی زیاد میکشید، ظلم به شما بی حد اعمال میشه و همونطور که خودتون گفتی بی آبی و بی غذایی، بیکاری و مشکلات متعدد باعث شده شما در بلوچستان حتی بیشتر از نقاط دیگه در ایران مورد ظلم قرار بگیرید و دائما هم با سرکوب مذهبی روبرو بودید، اونجا با تضییقات متعدد روبرو بودید. این رو کاملا ما مطلع هستیم و از این نظر متاسفیم. ما هممون از جمهوری اسلامی شلاق داریم میخوریم، یه جایی شدیدتر یه جایی حالا شدتش کمتر. متاسفم برای وضع شما. اجازه بدید ببینیم دوست دیگری که داریم روی خط هستید. بفرمایید دوست عزیز. درود بر شما آقای کیوان. درود بر شما دوست عزیز. آقای کیوان جانم، جمهوری اسلامی که تقصیری نداره، جمهوری اسلامی رو دولت آمریکا و انگلیس آورده گذاشته تو خاورمیانه. بله، تمام خاورمیانه رو ریخته به هم به اسم شیعه و سنی. مقصر این کثافت ها هستن، نه اینا. میتونید بیشتر توضیح بدید چرا؟ یعنی خود حکومت جمهوری اسلامی هیچ ایرادی تو کارش نیست؟ حالا فرض کنیم آوردنش رو کار. اصلا ایرانی تو کارش نیست، اومده فقط برای نابودی ایران. متوجه شدم. خب اینا فقط اینا رو آوردن برای نابودی ایران که آخرش هم ایران تکه تکه کنن و برن. بله. خب فکر نمی کنید شما دایی جان ناپلئون رو میشناسید؟ راجبش شنیدی؟ درود و شرفه. آره. بله، زن و سالم میخوره. آره. خب ایشون میگفت که یعنی اون کتاب آقای ایرج پزشکساز که بعداً سریال شد تو ایران دیگه، اگه یادتون باشه سریال قشنگی بود. بله. میگفت هر چیزی هست زیر سر انگلیس هست و این رو در واقع با طنز میگفت. فکر نمی کنی یه مقدار زیادی ما فکر میکنیم همه چیز تو ایران دست انگلیس هست یا دست آمریکایی هست؟ نه، دست انگلیس نه، آگاهی ما هم مؤثر. بله. قطع شد صداتون دوست من. دوست صداتون قطع شد دوست عزیز. بله متوجهم شما چه میگی. خب اینا روی کار اومدن جمهوری اسلامی ایران بدونه هماهنگی و همراهی و تصمیم قدرت‌های خارجی ممکن نبود. اینو میدونیم، خیلی از مردم ایران میدونن. تلفن دیگه ای داریم، یه جایی میتونیم در موردش وقتی کنیم و صحبت کنیم. بفرمایید دوست عزیز. بله این دوستمونم قطع شدن، زنگ زدن. بله خب روشنه، اسنادی هست، گزارشاتی هست که نشون میده وقتی مردم ایران انقلاب کردن و داشتن شاه را سرنگون میکردن و میخواستن یک کشوری با قوانین بهتر، با آزادی‌های بیشتر، با عدالت بیشتر روی کار بیارن، یه حکومت بیارن که اینها رو تأمین کنه، آمریکا و انگلیس هم بیکار ننشستن و شروع کردن دنبال یک راه حلی گشتن و گفتن اگر انقلابی بشه و قرار بشه برابری طلبی و عدالت در ایران جا باز بکنه بعد از حکومت شاه، اون وقت مشکلات جدی برای اونها در منطقه ایجاد خواهد کرد و بود مردم دیگه از اتفاقات درون ایران یاد میگیرن، همونطور که مردم دنیا دارن از هم دیگه یاد میگیرن و نفوذ منطقه نفوذشون رو از دست میدن، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و لحاظ نظامی با مشکلات روبرو میشن. این شد که بیکار ننشستن و سعی کردن از میون نیروهای مخالف مرتجع ترین، وحشی ترین و عقب مونده ترین رو بگیرن، بیارن زیر نورافکن بذارن و سوار انقلاب مردم ایران کنن و یک رهبری براش درست کنن و یک حکومت اسلامی. و اون کاری که شاه نتونست بکنه، نتونست انقلاب رو متوقف کنه، بدن دست اینا این کار رو بکنن. این کار رو صورت دادن. به این معنا بیکار نبودن آمریکا و انگلیس،
ولی همه جنایت دست اونها نیست. سلام آقای کیوان. سلام دوست عزیز. آقای کیوان در زمان آقای شاه رژیم خوب بود، مشروب در رفاه بود. ولی الان چخله گیر نمیاد که اونا به سوی دود دریا کرویه رفتن. نفهمیدم، میگی مشروب آزاد بود، حکومت خوب بود؟ خب از خوبی های بله آی کیوان، همه جا مشروب جوانا به فساد کشیده شدن. بله 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 جان، مشروب یه قدر مشروب میگیرن اعدام، حبس. این چه جمهوری اسلامی شده؟ خب اسلام گفته که مشروب با مجازات داره که شرب خمر اینا با مجازات شلاق میزنن، حبس میکنن. با خدا نمیدونه جوانا همه خراب شدن. از کجا زنگ میزنید؟ من از کرمی کردستان، شهر نینوا، شهر شپور. نینوای کردستان عراق. بله از نینوا زنگ میزنن، اونجا هم داعشی ها فعلا دارن جولان میکنن. ایشون دیگه هم احتمالا جمهوری اسلامی رو تجربه کرده، هم نیروی داعش رو که خیلی درس از جمهوری اسلامی گرفته، داعش ایران، داعش عراق. خب معلومه دوره شاه، حکومت قبلی، وقتی که مقایسه میکنی با حکومت جمهوری اسلامی، درجه ظلمی که به مردم میشد به شدت کمتر بود. حداقل در زمینه مسائل خصوصی خبری از این ظلما نبود، نه گشتی بود تو خیابونها به مردم آزاری برسونه، نه راجب این که تو رختخوابشون مردم چی کار میکنن، با کی رابطه دارن ندارن، مشروب میخورن، میرقصن نمیرقصن. از این نظر مردم آزاد بودن. مردم با مظاهر دیگه ای از ظلم و بیدادگری مشکل داشتن. همه مشکلات این نیست که جمهوری اسلامی بر ما روا کرده، ولی نوع دیگری از مشکلات بود که مردم به خاطر اونها انقلاب کردن. متاسفانه همینطور که داشتیم صحبت میکردیم، عقب مونده ترین، کپک زده ترین، ارتجایی ترین، هارترین گرایشات سیاسی ایران رو که همون اسلامیون بودن رو اینها رفتن جمع کردن، خرج کردن براشون، بهشون مشورت کردن، مشاوره بهشون دادن، پول بهشون دادن، احتمالاً کارشناس اینها را در خفا خیلی دید، بی بی سی به خدمت اینها اومد مثل یک صدای جمهوری اسلامی، و بالاخره اینها را برای ما ساختن، حقنه کردن به ما. به یک معنا جمهوری اسلامی ساخت پرداخته است، ولی همش ساخت پرداخته نیست. بالاخره یه عده‌ای تو ایران بودن و اون افکار ارتجایی رو داشتن، اون گرایت ارتجایی رو داشتن، و یه سازمان های سیاسی هم بودن که قد علم نکردن جلو اینو واسن. یه عده روشنفکر هم داشتیم که علیه اینا به حد کافی قلم نزد، فیلم به حد کافی نساخت علیه اینا رو دست بندازه، به حد کافی از سکولاریسم و معیارهای پیش رو دفاع نکردند. حتی دوره مصدق که مردم در خیابون‌ها بودن، دو تا کتاب از ایشون که در حق کتاب حقوق کودک، سکولاریسم در جامعه، حقوق زن، نیست، نداریم. یک فرهنگ خالی از نظر سیاسی برای یک دوره طولانی. تلاش‌های خوبی در دوره مشروطه شده بود، روشنفکرای شجاعی اون موقع بود و نوشتن، گفتن علیه مذهب، علیه سلطه دیکتاتوری و غیره. منطقه بعدها به ندرت چنین کسایی در تاریخ، در ادبیات، در فیلم، در موسیقی، در غیره علیه این افکار پوسیده و عقب مونده ایستادن. حتی حکومت شاه تا حد زیادی با اینها مدارا میکرد، در شؤون اجتماعی دست اینها رو باز گذاشته بود، در آموزش پرورش جا گذاشته بود، در بخشایی از اداره کشور اینها دست داشتن. بنابراین همش از خارج نبود، ولی از خارج آمریکا و انگلیس کار کردن، اون تا داخل هم اینا بودن. بفرمایید دوست عزیز. سلام کیوان جان، درود بر شما کیوان جان. کیوان جان خسته نباشید. خیلی ممنون دوست عزیز. کیوان جان
بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا کیوان جان و مرگ بر جمهوری اسلامی دوست من. مرگ بر جمهوری اسلامی، نابود باد این حکومت اسلامی که هر جایی که هست، چه در قدرته چه در قدرت نیست، برای مردم فقط نکبت و بدبختی آفریده. نگاه کنید، نگاه کنید کدوم کشوری هست که اسلام از اونجا یه رد نشده باشه و الان با بدبختی، فلاکت و بیچارگی دست و پنجه نرم نکنه. که اونایی که در حکومت از اسلام نوع عربستانیش نگاه کن که با شمشیر اعدام میکنه، دست قطع میکنه، زن اجازه رانندگی نداره، کارگر بی حقوق اونجا، کارگرای خارجی از برده بدترن اونجا، سیاه‌ترین روزگار رو دارن. تا داعش که یه جریان دیگه هست در عراق و سوریه که به شدیدترین شکل هر جایی که حضور داره خون مردم رو تو شیشه کرده، زن رو دم تیغ میگذرونه، حجاب رو اجباری کرده مثل جمهوری اسلامی ایران، دیه میخواد از غیر مسلمونا، زناشون رو تصرف میکنه، هر کسی اسلام نیاره اعدامش میکنه. از طالبان که دیدیم توی 20 سال چه به سر مردم افغانستان آورد، از جمهوری اسلامی که از داعش و طالبان و اینا رو خیلی درس داد توی کاراش، و تا این آفتی که به کل خاورمیانه سرایت داد، در عراق دستش رو دراز کرد، در فلسطین با کمک‌های نظامی و مالیش دستش رو دراز کرد، با پول‌هایی که خرج کرد و با حمایت‌هایی که از حزب الله در لبنان صورت داد و تونست یه سازمان نظامی سیاسی قدر رو در منطقه برای بدبختی مردم اونجا ایجاد کنه که الان کنار اسد مشغول سرکوب مردم سوریه هستن. این نکبت اسلامی همه جا رو گرفت. نکبت جمهوری اسلامی و کل حرکت اسلامی و عقایدشون حتی تمام دنیا را فضاشو آلوده کرد. حتی در ترکیه که یک نوع ملایمتر اسلامی سرکاره، هر از چندگاهی مردم اگر نیان به میدون و افسارشون نکشن جنایات زیادی میآفرینه، به خصوص علیه زنها و علیه کسایی که باورهای دینی و غیره ندارن. بفرمایید دوست عزیز. خسته نباشید. سلام دوست عزیز. بفرمایید. خیلی ممنون. از خوبه سلامتی. من مقدم را دیگه چند کلام از بال جانبازان اینا صحبت کنم میتونم؟ بفرمایید. گفتی جانبازان؟ بله بله. بفرمایید دوست عزیز. رو خط میتونم برم دیگه روی لیگه هم بله صحبت کنم. شما روی خط هستید و داره صداتون پخش میشه، با یک فاصله کوتاهی صدا و صدای خودتون رو میشنوید. صدای تلویزیون رو کم کنید و ادامه بدید. بله. ادامه بدید دوست من. بله. من یه جانوازی هستم به چون که هستم من 35 ساله. بله. توجه نکن به صدای تلویزیون، گفتم شما بدون توقف صحبت کن، صداتونو بعد میشنوید. آمیخشی شاید من 35 سال جانبار باشم. بله. 10% به من دادن. برادر من شهید شده. به خدای خانواده شهید ها و جانبار که میگن اینا همش علکیه، جلد و چلاغ و خودشون فقط دارن. به ما فقط یه داروی میدن، میگن باید 70 جو برن بگرن توی داروی پیدا کنیم. خدا شاهده. بله. ما هیچی نداریم. ما بدبخت شدیم. هیچی نداریم. بله. اقلا یه چند کلام از جانبازه که زیر 25% هم صحبت کنید. چشم. دستون درد نکنید. خیلی ممنون دوست عزیز. خیلی ممنون که با ما بودی و متاسفیم برای وضعی که شما درش گیر کردید. حتما اگه بتونیم توی یک برنامه مقداری آمار و اطلاعات جمع خواهیم کرد و در مورد وضعیت جانبازا صحبت بکنیم. امیدواریم بعدا شما هم بتونید بیاد شرکت کنید و اطلاعات بیشتری رو با ما در میون بگذارید. بفرمایید دوست عزیز. شب بخیر آقای کیوان، حال شما خوبه؟ شب شما بخیر دوست عزیز. زنده باشید. من میخوام به یه جمله از جمله های گرانبهای آقای خمینی اشاره کنم، اجازه هست جناب کیوان؟ بله بله بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای خمینی اوائل انقلاب ایشون فرمودن که انقلاب اسلامی ایران مادر تمام انقلاب های اسلامی جهانه. یعنی چی؟ یعنی داعش فرزند خمینیه، فرزند خامنه ایه. و الان در رابطه با این قضیه عزیزان پاسدار و بسیجی و نمیدونم اطلاعاتی و مزدورا، خلاصه همین دروغابچینای جمهوری اسلامی به. اینا منتظرن در پنج قاره اسلام رو صادر کنن. الان گروه تخریب چی آماده کردن؟ شمال و جنوب آفریقا رو قرار مسلمون کنن، در صحرای سینا قرار یه جمهوری اسلامی جدید تشکیل بدن، در شرق آسیا، در خاورمیانه، در اروپا و آمریکا اینا مزدوراشون فرستادن و کاشتن، یعنی کار خودشونه کردن. امروز داعش رو به وجود میانن، فردا جبهه النصره رو، یه روزی طالبان رو. عرض کردم آقای خمینی شون فرمودن، گفتن انقلاب اسلامی ایران مادر تمام انقلاب های اسلام. داعش مگه چیه؟ داعش مخفف دولت اسلامی عراق و شامه. یعنی چی؟ یعنی زاییده از رحم آقای خمینی، یعنی اینا زاده شده فرزندان خمینی هن، اینا فرزندان خامنه ای هن. ما وقتی میگیم داعش یعنی گربه گور شده خامنه ای، گربه گور شده خمینی، یعنی اینا بس. اینا هم الان دارن در صددن که انقلاب رو در تمام جهان چی؟ صادر کنن. یعنی جنگ و قتل و جنایت و این موضوع جنابالی که الان نوشتین، جهل و خراب و فقر و فساد و جنایت، جناب کیوان، تموم شدنی نیست. تا خمینی برقراره، تا اون فکر خمینی برقراره، تا اینکه بگه مادر تمام انقلابهای اسلامی جهان در ایرانه و در تهران برنامه‌ریزی میشه، یعنی جهان تروریست از تهران بره اداره میشه. خیلی ممنون، خداحافظ. خیلی ممنون دوست عزیز. خب شکی نیست که اینا تأثیر زیادی داشتن برای اینکه حرکت‌های اسلامی شک بگیره، ولی اینا فعلا خودشون در مخمصه جدی هستن برای نگهداری خودشون، زیاد کاری نیستن حکومت جمهوری اسلامی تو دنیا. بفرمایید دوست عزیز، لطفا تلویزیونتون رو صداشو کم کنید چون با تأخیر این صدا رو میشنوید و صحبت کنید. دوست عزیز صحبت کنید وگرنه قطعتون میکنم. باشه. دوستان وقتی زنگ میزنید فورا صحبت کنید، به صدای تلویزیونتون توجه نکنید چون با فاصله شنیده میشه. بفرمایید دوست عزیز. فقط زنده باد PKK، انسانی ترین سازمان. بله. زنده باد PKK، دست گریلاهاشو میبوسم. چرا رفتید؟ ایشون میگن یک سازمان سیاسیه که در ترکیه در کردستان هست و میگه زنده باد اون. نایستادن بگن چرا. کاش میومد دو کلمه میگفت چرا. ما میدونیم که مسئله کرد. اجازه بدید تلفن دیگه ای داریم فعلا. بفرمایید دوست عزیز. سلام علیکم آقای کیوان. سلام دوست عزیز. خسته نباشید. خیلی ممنون دوست عزیز. از کجا زنگ میزنید؟ از ایران آقای کیوان. بفرمایید ببینم چی دارید برامون تعریف کنید. بله بله. مذهب یعنی سور گفتن به مردم. بله. مذهب یعنی زنا، فساد و خونخاری. بله. مذهب یعنی اعدام و شلاق و شکنجه. درست. مذهب یعنی جنایت و جهل و خرافات و نادانی. بله. مذهب یعنی سینما رکس آبادان. مذهب یعنی خونخار، خون کارگر خوردن. بله. مذهب یعنی جنایت علیه بشریت. درست. خیلی از مردم ایران کور هستن. شما بفرمایید آقای کیوان. جانم. این سینما رکس آبادان رو چه کسی آتش زد؟ آقای کیوان راجع به این سینما رکس آبادان یکم صحبت کنید. ببخشید. بله. تشکر از شما. خیلی ممنون دوست عزیز. خب سینما رکس آبادان اگه بشه اشاره کرد که آتیش گرفت و صدها نفر در اون جان باختن. شایعات زیادی بود که من فکر می‌کنم واقعی بود و
خود جریانات اسلامی آتیش زدن که این گردن حکومت شاه انداختن، چون میخواستن یه چهره زشتر از اون چیزی که هست از شاه بدن، به دست به هر جنایتی زدن و از جمله سینما رو آتیش زدن و صدها نفر رو در اون زنده زنده کشتن که بگن که محقترن و بتونن مردم رو بیشتر تو خیابونا نگه دارن. بعد هم به طور نمایشی محاکماتی ترتیب دادن که حقایق رو نشته و سر و ته قضیه رو بند آوردن. بفرمایید دوست عزیز. الو سلام. سلام خانم، بفرمایید. خسته نباشید. خیلی ممنون دوست عزیز. ببخشید یه سوال داشتم، ربطی برنامه شما هم نداره. راجب داعش می‌خواستم بپرسم کیان، از کجا اومدن؟ اطلاعی درباره اینا ما چیزی نمی‌دونیم، اطلاعی نداریم. داعش؟ بله. بله بله. چشم. آخه این اگه دولت اسلامی هستن چرا شیعه ها رو میکشن؟ میگن چند شیعه باید بکشیم بریم بهش. منم یه نوع اسلامه دیگه، یه نوع اسلامش تو ایران مسیحی رو تحت فشار میذاره، حتی اهل سنت رو تحت فشار میذاره، حتی کسی که مذهب نداره رو میگه ملحد تحت فشار میذاره. یه مدل هم داشتیم توی افغانستان بود، یه مدل هم داریم وهابیای عربستان سعودیه. به هر حال اینا شاخهای مختلف اسلامی هن، ولی اسلامی هن. اینا کیان؟ از کجا اومدن؟ تا حالا کجا بودن؟ چرا اینطوری فهم کنن که برم بخوام برم بهش؟ شیعه رو فقط باید بکشن؟ نه فقط شیعه نمی کشن، کسای خیلی دیگر از تو سنیایی هم که مقاومت میکنن باشون نیستن. ما که اینطوری شنیدیم میگن باید دست شیعه رو بکشیم بریم بهش. اطلاع زیادی نداریم در باید اینا چی هستن، از کجا اومدن، که میشه به اطلاع رسید کنی حداقل ببینیم اینا کیان. بله حتما، خیلی ممنون. داعش هم یه نیروی اسلامیه، تا اونجایی که خودشون میگن داعش مخفف دولت اسلامی عراق و شامه، این اسمشونه داعش. اجازه بدین تلفن رو بگیریم اگه فرصت شد در این مورد صحبت کنیم. بفرمایید دوست عزیز. الو سلام. سلام دوست عزیز. الو. صدای تلویزیونتون رو کم کنید و خواهش میکنم صحبت کنید. سلام. سلام، بفرمایید دوست عزیز. خسته نباشین. روی ایر هستم؟ بله بله، صدا داره پخش میشه. به صدای تلویزیون تم توجه نکن چون با تأخیر پخش میشه از اونجا. ادامه بدید. شما طاقت شنیدن دیدم دارید؟ انتقادو؟ بله بله، بفرمایید. شما فقط اینجا نشستین دارید از ایران دارین بد میگین. خب شما این داعش و اسرائیل، الان این رژیم کودک‌کش اسرائیل رو ببینید، همش داره کودک‌های بیگناه داره میکشه، اینا رو نمیبینید، فقط نشستید دارید از ایران بد میگید. این واقعا انصاف نیست. این داعش رو الان شما ببینید، این گروه رو نشسته اصلا فقط داره آدمای بیگناه داره میکشه. از اینا بد نمیگید، از مذهب، از اینا شروع کنیم. تو هر کشوری هم خوب هست هم بد. نمیشه فقط آدم بگه چون توی ایران بعضی یه تعدادی هستن دارن جرم جنایت انجام میدن بگیم مذهب اون کشور بده. نه، مذهب بد نیست، تو هر کشوری هم خوب هست هم بد. حالا وایس من یه سال، انتقاد شما رو من شنیدم، صحبت میکنم. حالا یه کمی شما از خوبی جمهوری اسلامی برای ما بگو که حکومت مذهبیه. خوبی زیاد داره. آفره. هر کشوری گفتم هم خوبی داره هم بدی داره. خوبی های جمهوری اسلامی رو بگو. خوبی های جمهوری اسلامی رو لطفا بگو، بدی هاشو من میگم، شما خوبی هاشو بگو. خوبی هاش واسه من میگم زیاد الان. لطفا دو سه تاشو بگو آخه این بینندگان عزیز ما. برای خودت اون چیزایی که برای تو خوب بوده رو بگو. همین که توی کشوری هستم که خب امنیت داره برای من. همین توی کشوری هستم که وقتی میتونم بدون هیچ دغدغه و هیچ فکری برم توی مسجد نمازم بخونم، این خودش بالاترین نعمته. همین امنیتی که جمهوری اسلامی برای ما فراهم کرده که بدون هیچ دنگ و فنگ آدم میتونه بره سر کارش، میتونه برگرده، میتونه بازنش بره تو خیابون، این خودش بالاترین نعمت و بالاترین خوبیه. ولی تو همین تو همین اسرائیل که شما دارین طرفدار پشتیبانش میکنه، آدم تو خیابون جرئت نمیکنه بره. توی دانشگاهش هر روز
دارن با تفنگ کشت و کشتار را میندازن، دانشجوها رو میکشن. حالا اجازه بدید، حالا از این تیکه‌ای که گفتی من از اسرائیل دفاع میکنم، حالا من که دفاع نکردم، بعدن راجبش صحبت میکنم. منتها خب یه خوبی جمهوری اسلامی رو گفتید شما، امنیتشه. من مشتاقم یه دونه دیگه هم بگید، حداقل دو تا خوبی رو بگید. حالا شما میخواید اینو به کجا برسونید؟ شما گفتید یه خوبی بگو، من یکی گفتم. حالا شما نه، گفتم دو سه تاشو بگو، دو سه تاشو بگو. بدیا رو من زیاد گفتم دیگه، که یه مقدار این کم به کم حساب بشه. خیلی من بدگویی کردم، تو یه خورده تعریف جمهوری اسلامی رو بکن، که بالاخره حق نیست دیگه. من این همه علیه جمهوری اسلامی بد گفتم، شما فقط از آره درست. شما الان زیر نوشتید جهل و خرافه، فقر، فساد، جنایت. ببینید قانون توی کشوری تعریف شده، گفتن که اگر هر کشوری آقا یکی و مثلا مواد مخدر جابجا کنه، قانونش این اعدام بشه. درسته؟ یه خوبیه دیگه اینه که اعدام میکنه، فهمیدی؟ آره، اون باید اعدام بشه. ولی وقتی اونو وقتی اعدام میکنن، شما توی شبکه‌تون میایین میگین فلانی اعدام شد، فلان تو کشور حقوق بشر انجام نمیشه. ولی شما تو کشورهای دیگر نگاه کنید چقدر جرم جنایت انجام میشه. حالا یه سوال، دارن کودک 6 ماهه رو میکشن. نظرت راجع به این که فحشا به سن خیلی پایین کشیده و خیلی ها مشغول فحشان تو کشور چیه؟ کی اینا رو به این روز انداخته؟ اینو قبول دارم، همش هم زیر شبکه های ماهواره‌ایه. آفرین، همش هم زیر شبکه های ماهواره‌ایه. چون که واقعا داره روی شما، به نظر من شما مثل که خیلی جوونی. اینو قشنگ حس کردم، ولی کسی که خودش نتونه کنترل کنه، جلوش باز باشه، راحت به فرق فرق. آفرین. یه سوال دیگه، شما مثل که خیلی جوونی، درسته؟ آره من جوونم. به نظرم شما حقتونه که این دولت یه بورسیه بگیرید، برید یه تحصیلی بکنید خارج، بورسیه خوب به شما میدن. برو، شما حتی نمیتونید دو کلمه از این دولت دفاع کنید دیگه. امنیت کجا بود تو اون مملکت؟ امنیت کی امنیت داره؟ میگن سال 800,000 نفر رو به جرم بیهجابی میگیرن و میبرن توی بازداشتگاهش. من میتونم بیام حرف بزنم تو اونا ایران؟ امنیت دارم؟ دهنمو که سرد میریزید توش. شما امنیت داری که بری مسجد؟ خوب گفتی، مسجد رو امن کردید که اگه تونستی برید اونجا. ما امنیت داریم فعالیت سیاسی کنیم؟ زنها امنیت دارن هر جور میخوان لباس بپوشن؟ کارگرا امنیت دارن یه تظاهرات بکنن میگه اضافه دستمزدشون میخوان؟ دستتون درد نکنه. امنیت داری که نماز بخونی؟ دستتون درد نکنه. مستفیض شدیم از فیض شما. بفرمایید دوست عزیز. الو جانم بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام خدمتتون، بفرمایید. الو با الو الو که نمیتونید صحبت کنید، بیاد حرف بزنید دیگه وقتی که صداتون رو میگیم رسید. بله، این بچه آخوند رند امنیت داره بره توی مسجد نماز بخونه، حالا طلبکار ما شده که از جمهوری اسلامی بد میگیم. بفرمایید دوست عزیز. جانم بفرمایید. بله بله. الو. الو بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام خدمتتون. می‌خواستم به اون عرب بگم که این کشور مذهبیه، کشوری هست که نگاه کن آدم کشی. ما هیچ کنی مذهبیه به رسمی نیشنسی، مذهب جنایت کاری. بله. حد مذهبی باشی علم. ما اصلا به مخالف اون نیستا مخالفی با مذهبی. خیلی من. حد دست استثماری. مذهب هر مذهبی باشی، هر دینی باشی. چی یهود، چی زرتشت، چی نمیدونه بهایی، مشدی، چی نمیدونه اسلام، با همه مخالفی. ما از اسرائیل دفاع نمی کنیم. اسرائیل خود یه استثمارگره، پانسیونیسمه، صهیونیسم، پان‌اسلامیسم. همشون برای کشتار مردم بودن، برای اسمان آمانه مردم ها دفعانیم محترم تو برو تو مسجد نماز بخون، ولی میدونم که تو طرف دشمن برین نماز بخونی، اونا دشمن توه. عکس تو رو میبینیم نماز با همون نماز میزنیم به سر تو. عقیده تو برای ما محترمی، میشه برای خودت مسلمون باش، ولی تو سر نگاه کن پان اسلامی نماز نخون. میشه عقیده تو باها محترمه، زنده با عقیده تو. ولی این عقیده که تو داری، این عقیده تو ضربه به تو میزنی، ضربه به تو خامل بشریت میزنی.
ضربه به انسانیت میزنید. توجه کردی؟ از اول پیغمبر بگید اینا دیگه همون جنایتکار بودن، جنایتکار بوده. اصلا اسلام نگاه خوب نداره، کجا اسلام خوب بوده؟ همیشون خوشحال خدم مردم. شما میگه نگاه کن اونا با چی شنگاه رو میگوشه یهود، شما از اون بکره این جمهوری اسلامی. زن حامله رو تو قابل عمل اعدام کرد، زن حامله چی میگه مرد داری؟ کجا اعتماد حق خوبه؟ خیلی خیلی ممنون دوست عزیز، خیلی ممنون. صداتونم بد میاد. خیلی ممنون که با ما بودید. دوستان دیگری منتظرن که بیان روی خط. بله بفرمایید دوست عزیز. بله آقای کیوان، این هنی عزیزمون الان زنگ زد. خب گفت جمهوری اسلامی دسته از محاسنشو گفت به قول خودش، یکیشو گفت. آخه همین هنی عزیزم انصافت و شکر، این امنیت داری ما ایران؟ ما اینجا، من الان تو کردستانم از فقر بدبختی، از فقر نداری، کول برای بدبخت با پشت با از یه بار چند صد کیلومتر میارن شق با گلوله میزنن جوان مردم میکشن، ناکار میکنن. این امنیتش، این امنیتش، این جمهوری اسلامی. آره اگه بری تو خیابون بگو من نون میخوام، این چه وضعشه؟ آره واقعا امنیت داری؟ اصلا میگن بیا فرش قرمز برات میدارم. واقعا راست میگه، دست در نکنی هموطن عزیز. تو هموطنات هم ببین بعد اینو بگو. تو خودت که نمیدونم پول میگیری یا نمیگیری یا حقوق بگیری یا نمیگیری، بالاخره دور و برات هم آدم هن، هموطنات هن. انصافت و شکر. خیلی ممنون دوست عزیز. جواب اون آقای جوانی رو دادن که از جمهوری اسلامی دفاع میکردن و نکته‌ای که در دفاع از جمهوری اسلامی میگفتن این بود که ما امنیت داریم. و خیلی جالبه، امنیت نه امروز مردم دارن تو ایران، نه قبلش داشتن. قبلش که گرفتن ده ها هزار نفر رو کشتن، نابود کردن، خانواده هایی رو متلاشی کردن و خیلی ها رو فراری دادن. میلیون ها نفر از ایرانی ها الان خارج از کشورن به خاطر این جهنمی که درست کردن، به خاطر ناامنی. کسی که مذهب دیگه ای داشت غیر اسلام، پدرشون رو در آوردن، مسیحی ها رو، بهایی ها رو، یهودی ها رو، حتی کسایی که اعتقاد مذهبی نداشتن، سنی ها رو که حالا یه شاخی از اسلامه، از نظر ساختار دولتی تو بسیاری از کارها اینها رو وارد نمی کردن. ظلمی که به مردم بلوچستان، مردم عرب در خوزستان، مردم کردستان می کنن به خاطر همین باورهای مذهبیشون که همه ازش مطلع هستن. ایشون میگه امنیت داری؟ بفرمایید دوست عزیز. الو جانم بفرمایید. سلام آقای کیوان. سلام. سلام دوست من. آقا ما الان داریم شما رو از کانال میبینیم، داریم با ما حرف نمیزنین. چرا من با شما حرف میزنم؟ اون تصویر بله خوبم، با 30 ثانیه تاخیر پخش میشه. این رو بارها گفتیم دوست من. قطعشون کنید ایشون رو. اینا حکومت جمهوری اسلامی ها داغ کردن. آره امنیت داریم. آره دوستی پرسیدن این داعش کیان؟ داعش هم یه شاخه دیگه از اسلامیونه. اینا هم دیگه رو قبول ندارن. القاعده یکیشه، داعش یکیشه، طالبان، جمهوری اسلامی، حزب الله، حماس، بوکو حرام، اینا اسمای مختلفه ولی مایه درونیشون یکیه. بفرمایید دوست عزیز. سلام آقای کیوان، خسته نباشید. امیدوارم به اندازه اون موضوع جمهوری اسلامی لاغر یک سوم اون به این وقت بدی جوابشو بدم. بفرمایید بفرمایید. آره منم هستم اینجا، نگران نباشید جوابشو میدم. آره شما کوتاه بگید نهایتا تو دو دقیقه. میخوام به این موضوع بگم، اولا معنی امنیت رو نمیدونه. مهم اینه که امنیت رو چجوری تعریف کنه. تعریف ایشون از امنیت این بود که ما امنیت داریم که بریم تو مساجد خرافه و سیستم سرمایه‌داری رو تقویت کنیم، هیچ مشکلی نداریم. راست میگی، خرافه پرستی و
ترویج خرافه آزاد توی ایران، چون به نفع جمهوری اسلامیه، چون یکی از ستونهای محکم جمهوری اسلامی این خرافه و این مذهب و این آزاد. شما کاملا راست میگی، اما ستاره بهشتی چی؟ ستاره بهشتی یه مقاله یه وبلاگ نویس بود، چی میگو؟ از آزادی، از انسانیت دفاع میکرد، حرف میزد. آقای حسانگی چی میگو؟ از حقوق کارگران دفاع میکرد. سرنوشت ستاره بهشتی مرگ شد، سرنوشت آقای حسانلو زبون بریدن شد. شما مثل کپ سرت رو زیر برف کردی. شما یادت نمیاد فکر کنم سال 67 62 اوائل انقلاب 20,000 جوون بیگناه فقط به جرم این که جمهوری اسلامی رو قبول نداشتن اعدامشون کردن. زنی که موقعی به خاطر امرار معاشش میره تنش رو میفروشه، شما اسمش رو میذاری امنیت؟ زنی که چون دیگه نمیتونه بره دزدی کنه مجبور بره تنش رو بفروشه، کودک خیابونی چون نمیتونه دزدی کنه حقوقش و حقش رو شما خوردی نمیتونه بره دزدی کنه میره کودک خیابانی میشه. شما به این میگی امنیت؟ خجالت بکشین. به نظر من دیگه بیشتر از این از حماقتم میگذره اگه شما اینجوری طرز فکری داشته باشی. اما در جواب جنایت های داعش جناب آقای خلیل کیوان، من فقط یه جمله دارم، جز این یه جمله چیزی دیگه نمیتوانم بگم. فقط در جواب این جنایت های داعش و داعش ها که جمهوری اسلامی هم یکی از اون داعش هاست، فقط اینو میتونم بگم که بگم بر محمد و آل محمد لعنت و بر این قرآن و این قرآن ها رو باید تو چاره توالت ها بندازیم. بر محمد و آل محمد لعنت. شب بخیر. شبتون بخیر. کسی دیگه مثل که پشت خط تلفونه بفرمایید، بس کنید که فکر میکنم داریم یواش یواش با آخر برنامه هم نزدیک میشیم. بفرمایید دوست عزیز. حالو صحبت کنم؟ بفرمایید. بله حالو. سلام آقای کیوان. سلام خدمتون. اون آقایی که میگه ما امنیت داریم، میخواستم بگم که بیشتر نیمی از جوانا تو ایران، حتی نیمی بیشتر 50% نمیتونن ازدواج کنن، نمیتونن تشکیل زندگی بدن بشه. 30 سال 35 سال سن شده نمیتونن ازدواج. کدوم امنیتی که میگی؟ بله امنیت هست، برای فقط سران جمهوری اسلامی هست. میتونن بهتون غذاها را بخورن، بیتون خونه ها را داشته باشه، بیتون زنه بگیرن، برای اونا امنیت هست. درست دیگه هست دیگه، ولی برای مردم ایران امنیت نیست. بله که اون حتی نمیدون نگاه کن عشق و شادی کنه که بله. دارین حق اینه. خیلی امنیت نمیدون اون میگه اینه. خیلی امنیت برای امنی هست، میدونی بیتون گذارا کنه هر روز یزدر شیره کنه. تشکر. امنیت برای اون هست، برای مردم نیست. تشکر دوست عزیز، درست میگید، امنیت برای یه عده معینی هست و ما هم همینو بهش گفتیم. بفرمایید دوست عزیز. سلام علیکم. سلام خدمتتون دوست عزیز. آقای کیوان جانم بفرمایید، صداتون روی خط پخش میشه، بفرمایید. میخواستم بله بفرمایید. سلام آقای کیوان جانم، صحبت کنید، صداتون داره پخش میشه. دوست من به صدای تلویزیون توجه نکنید، بارها صحبت کردیم که با تأخیر صداتون رو میشنوید، الان صدای شما پخش میشه، یا صحبت کنید یا قطعتون میکنه. آقای کیوان بله الو بله بارها گفتیم دوستان این صدا با تأخیر 30 ثانیه‌ای پخش میشه، وقتی وصل میشید صحبت کنید و منتظر باشید صداتون پخش خواهد شد. بفرمایید دوست عزیز. الو بفرمایید. جانم بفرمایید، صداتون پخش میشه. بله اینا احتمالاً کسایی هستن که میخوان وقت رو بگیرن و وقفه ایجاد کنن، چون بیننده های ما خیلیشون آشنان و وقتی که توضیح میدیم اونها قاطعا باید متوجه هم باشن داستان چیه. اینا یکی از شگردای این کسایی هستن که فکر میکنن مثل اون آقایی که اومد گفت امنیت داره جمهوری اسلامی، اینا هم اومدن کارشون رو در یک بعد دیگه ادامه بدن. بله بفرمایید.
سلام خدمتتون. خیلی ممنونم. از کجا ممنونم از این برنامه خوبتون. خیلی ممنون. فقط من یه انتقالی داشتم نسبت به این برنامه تو. بله بفرمایید. از کنم خدمتتون که وقتی اسرائیل و آمریکا و کشورهای دیگه تولی میشه یا نمیدونم کوچکترین اهانت میشه سریع مدت موضع میگیرید. اما من ازتون انتقال داشتم وقتی 1 میلیارد مسلمان ایرانی توهین میشه به اعتقاداتشون توهین میشه شما میخندید و سیمانشون سادگی میگذاری. من خواستم ببینم جوابی داره برای این گفته ای من یا نه. آره منظورت کدوم اعتقاداته؟ همین محمد، همین که آقایی که زنگ میزنه و توهین میکنه و بهش براحتی اجازه میدی که هرچی که دلش میخواد به اعتقادات مردم بگه و دوست هرچی که نمیدونم هرچی که نه میتونم. ولی ممکنه طنزی تو حرفشون باشه منم خندم بگیره. شما هم میتونی تعریف بکنی منم تعجب کنم از تعریفت. شما تعریف کن تحمل کن میکنیم ما اونا هم طنز میگن ممکنه بخندیم شما هم تحمل کن میتونید. یعنی شما میتونید با اعتقادات 1 میلیارد شما اگه راهکاری دارید من نمیدونم شما مخالف مذهب مردم هستید. بله هستم. بله هستم مخالف مذهبم من. ولی مخالف دلیلش هم ما بگی ما بدونیم ما آگاه باشیم ببینیم شاید اصلا مشکل ما هم داریم شاید کوتاهی فکر ما هست. شما یک کمی دیگه دورتون نگاه کنید. شما اون عکس سنگسار رو نگاه. من یه جوان 30 ساله هم میفهمم دوست من. من یه جوان 30 ساله هستم. بله بله ایران هم زندگی میکنم. بله میفهمم از ایران زنگ میزنی 30 ساله ای و نگرانی که ما به اعتقادات مردم توهین بشه و مبادا ما هم بخندیم به این طنزا. این دوست عزیز میگم شما اون سنگسار رو روی صفحه تلویزیون میبینی؟ بله شما اون اعدام ها و قطع در من خودم شخصا با اعدام و اصلا کشتار مخالفم. شما با اون حجاب اجباری من اما با توهین به مذهب اصلا به هر مذهبی نه به اسلام. حالا یه سوال دارم از شما. اجازه فهمیدم چی میگی. با هر اعتقادی اصلا مخالفم. شما اجازه بده با هر اعتقادی که شما بهش توهین بکنی من باش مخالفم. اصلا من میگم اعتقاد هر کسی برای خودش محترمه. نه محترم نیست اعتقاد نه ببین عزیزم همینجا اختلاف داریم. حرف قشنگی زدی وایس همینجا. اعتقاد هر کسی محترم نیست. حق آزادی عقیده محترمه. فهمیدم چی میگی دوست عزیز من صحبت میکنم. خیلی ممنون. نکته قشنگی رو گفتی. لطفاً 2 دقیقه 3 دقیقه وصل نکنید من توضیح بدم. این دوستمون ظاهراً یا فکر میکنم واقعاً باشه علیه بی‌عدالتی هستن ولی باور مذهبی دارن و کسی راجع به مذهب حرف بزنه نقد کنه طنز بگه یه وقت از این طنز هم خندش بگیره که من مثل که جرم اینجوری مرتکب شدم چون طنزی در صحبت کسی بود ایشون برافروخته شدن. میگن که باید احترام گذاشت به عقاید. من همینجا اعلام میکنم اعلام جرم کنید علیه من. من به هر اعتقادی احترام نمیگذارم. اگر کسی بیاد بگه زن با مرد برابر نیست یک اعتقاد دیگه. من پشیزی برای این حکم ارزش قائل نیستم ولی اون آدم رو شلاق نمیزنم. اون آدم رو دستگیر نمیکنم. اون آدم رو محکوم به چیزی نمیکنم. میگم اعتقادشه دیگه. میگه زن نصف مرده. خب بیاد حرف بزنی. من احترام قائل بشم برای این حرف. اگر اومد گفت سیاه پوستا چون تعدادشون تو آفریقای جنوبی از سفیدا کمتره حکومت در سفیدا باشه و خیلی هم دموکراتیک ظاهرن سفیدا بیشترن سیاه ها همون حق نداشته باشن. من برای این عقیده احترام بذارم؟ نمیگذارم. من همین چند روز پیش دیدم یه گروهی در ژاپن آلت پرستن آلت جنسی میپرستن. فیلماش هست روی یوتیوب. من برای این خرافه پشیزی ارزش قائل باشم؟ نخندم بهش که اونا ناراحت نشن. اگر کسی اومد و گفت که مغز زنها کمتر از مردا توان فکر کردن داره من براش احترام قائل باشم. اگر کسی بیاد بگه که فلان ملت از فلان ملت پستر است من برای این عقیده احترام قائل باشم.
از من انتظار نداشته باشید برید علیه من اعلام جرم کنید. معلومه که برای هر عقیده احترام قائل نیستم. این حکم از کجا آمده؟ اگر 7 میلیارد تو این دنیا هست، 7 میلیارد واسن حرف ناحقی رو بگن و من تشخیص بدم ناحق میگن، میگم که حرفشون باطله، درست نیست، احترامم براش قائل نیستم. ولی برای یک چیزی احترام قائلم، تا پای جونم پا شما میسم، حق این که شما بتونید همون ناحقتو بگی، حق این که شما بتونید باورتون رو بیان کنید، حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده، حق انتخاب مذهب یا حق بیمذهبی. من قبول دارم شما اگه اسلامی هستید حقتون اسلامی باشید، ولی اگر من اسلامی نباشم و میخوام عقایدمو بیان کنم، شما چرا مبصر میشید؟ چرا میخواد منو دراز کنید؟ چرا یکی تو حکومتتون زبونمو میبره، شلاقم میزنه، زندانم میکنه؟ اون کسی که مذهبو دست میندازه، خب اون آزاد نیست. کسی که مذهب داره که آزاده. 10 تا حکومت هم دارن تو دنیا، طالبانو داشتن، عربستان سعودی رو دارن، جمهوری اسلامی رو دارن، مردم فلسطین که دست حماس افتادن یه گوشه ایشون، داعش رو دارن. شما که خیلی جا آزادی بیان دارید، میکروفون دستتونه، دولت دستتونه، همه چیز دستتونه. من بیام برای عقاید شما احترام قائل باشم؟ میدونید چقدر باور مذهبی در دنیا هست؟ هزاران و شاید ده ها هزار سکت و مذهب و عقاید عجیب غریب در دنیا هست. شما میری به اینا احترام میگذاری؟ شما میخندی به خیلی از اینا. من میخندم به اونها. اگر کسی طنز بگه، شعر بگه، لطیفه بگه و اینها رو با طنز خودش تصویر کنه و بگه این حماقت و عقب موندگی معنیش چیه تو زندگی واقعی؟ ای کاش فقط اینها عقیده بود. اینا عقیده نیست. برای مردم زیادی اینها مصیبته. برای کسایی که این عقایدو دارن و بچه رو از همون کوچیکی با عقاید خودشون مسموم میکنن، یکی میره گاف پرستش میکنه، یکی میره آلت پرستش میکنه، یکی میره میگه الله قبول کن، اون یکی میره میگه که اول مسیح رو باید قبول کنی، اون یکی میره میگه که شما باید با فلان شاخه اسلامی رو قبول کنی، بقیه اخن، یکی دیگه شون میره میگه مسیحیت که میدونی خب اونم شاخهای مختلف داره، اون دیگران رو قبول نداره و گاف پرست داریم توی هند و نمیدونم عقاید عجیب غریبی هست. من برم اینا رو قبول کنم احترام براشون قائل باشم؟ نه دوست من، شما اشتباه متوجه شدید. آزادی عقیده محترمه، نه خود عقیده. عقیده هر چیزی میتونه باشه، خوب باشه، بد باشه، از نظر من خوب باشه یا بد باشه. شما هر کسی هستی، هر خرافه ای رو باور دارید، کسی نباید به خاطر اون شما رو بگیره، دستگیر کنه، زندان کنه یا از حقوق اجتماعی محرومتون کنه. شما حق دارید، حق دارید مسلمون باشید، حق دارید مناسک مذهبی تو حتی اجرا کنی. کسی نباید به شما تعرض کنه. میتونی نماز تو بخونی، میتونی حج تو بری، میتونی عتبات عالیاتون همه جا بری. از نظر من آزادید، ولی این رو از من نپذیرید که فکر کنم کار خوبی میکنید. فرق ماجرا اینجاست، تفاوت من و شما اینجاست. و وقتی منو گرفتن دستگیر کردن، امثال منو میگیرن زبونشو میبرن، شلاق میزنن، ترور میکنن، شما ساکتید. شما از آزادی بیان دفاع نمیکنید، از اینکه تعرض به هیچ کس نکنید. زدن، گرفتن، کشتن، فراری دادن، جامعه ای رو به سلابه کشیدن، جامعه ای رو گرفتن و زنجیر کردن و باید پا می شد کسی می گفت نباید این کارا رو بکنید دیگه. شما خیلی لطف دارید برای همه عقاید احترام قائلی، لابد جمهوری اسلامی هم عقایدی داره دیگه، و عقیدش اینه که من نباید حرف بزنم. نه دوست عزیز، این محاس... این تو حساب کتاب ما نیست، این کلاه سر ما نمیره. آزادی عقیده بله، ولی احترام به هر عقیده ای نه.
احترام به هر عقیده‌ای ممکن نیست. اجازه بدید در این یک دقیقه‌ای که به آخر وقت مونده این رو بگم. ما مذهب رو در زمین‌های مختلف سیاستمون نسبت بهش روشنه. اگر کسی عقیده مذهبی داره در حکومتی که ما حزب کمونیست کارگری ایران خواهیم ساخت در اون کشور، آزاده، هر خرافه ای رو میخواد باور داشته باشه، هر مذهبی میخواد داشته باشه، ما هیچ اجحافی به اون فرد نداریم، ولی احترام برای عقیدهش نمیذاریم. آزاده، مسیحی، مسلمون، سنی، شیعه، همه باید برابر باشن. دولت باید غیر مذهبی باشه، بر اساس عقیده کسی رو قضاوت نکنه. این تا اینجای ماجرا. و مذهب نباید میدون پیدا کنه تو آموزش و پرورش. جدا، مذهب خصوصیه برای خودت، ولی اگه مذهبی بره زن رو اسیر کنه، کتک بزنه، بچه رو اسیر کنه و بچه رو نذاره یک زندگی شاد داشته باشه، اون دولتی که اگر من دستم توش تو کار باشه میرم میگم آها چی کار میکنی؟ تو دیگه عقیده نیست داری، تو داری به یک بچه اجحاف میکنی، زن تو به اسارت گرفتی. اونجا از حق شهروندی دفاع میکنم، اجازه نمیدم با یه قوانین مدرنی، با قوانین عدالت خانه اجازه نمیدم هر کاری بکنی. ولی برو هر عقیده ای داری، میخوای بری مکه برو، هواپیما برات میذارم برو، هر نوع عقیده ای داری داشته باش. و اما یه کار دیگه هم میکنم، اون کسی که میخواد راجع به مذهب فیلم بسازه، شعر بگه، مسخره کنه، آزاد، اونم بفرماد و مردم قضاوت کنن. فیلم، سینما، تئاتر، هر چیزی. و شما هم اجازه داری راجع به مذهبت برو فیلم بساز، کتاب منتشر کن، عقیدتو بگو، تبلیغ کن، قضاوت کنن مردم، انتخاب کنن دیگه. تحمل این رو دارید شما؟ تحمل دارید دوست من؟ باید تحمل داشته باشید دیگه. و نکته اینجاست دوستان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. امیدوارم که این دو ساعتی که همراه هم بودیم براتون خسته کننده نبوده باشه. تا برنامه بعد امیدوارم شب و روز خوبی رو داشته باشید.